با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان رو در تاریخ 3 اکتبر سال 2022 در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. طبق روال گذشته من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیش رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. جناب آقای سعید طایف با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه 1401، جناب آقای سلمان یزدانپناه با بررسی کنوانسیون سایتیس منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای احسان احمدی خواه با موضوع لزوم محاکمه علی خامنه ای، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع روز جهانی بدون خشونت و جناب آقای داوود لطفی با موضوع حق اعتراض در ایران. در بخش فرهنگی معرفی کتاب رو داریم، معرفی کتاب آزادی که مسئولیت این بخش با جناب آقای محسن سبزیان. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم، بحث آزاد امروز با موضوع حق حیات قتل‌های زنجیره‌ای. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا از جناب آقای سعید طایف دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه 1401 رو به اطلاع شما برسونم. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. بله، ممنونم. جناب آقای ناصر، درود به دوستان و همه همکاران و به بینندگان و شنوندگان عزیز که همینطور ما رو دارن تو لایف میبینن. خب همینطور که میدونیم موارد نقض خیلی همیشه بوده، مخصوصا تو این ماهای اخیر، تو این روزهای اخیر. من چند تا مورد رو یادداشت کردم که به حضور دوستان میخونم. بازداشت مریم کریم بیگی توسط ماموران پلیس امنیت. دوشنبه 4 مهر ماه 1401 مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سال 88 بازداشت شد. شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، در این خصوص در صفحه خصوصی خود نوشت: دخترم مریم کریم بیگی ساعت 6 امروز به دستور دادسرای امنیت تهران توسط پلیس امنیت در منزل بازداشت شد. خب تو قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نوشته اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، یعنی همون امنیت زندگی. اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی. خب که مشخص کاملا نقض این حقوق شهروندی جا. بعد پنجشنبه 7 مهر، یک زن جوان معترض در یکی از میادین یاسوج در اقدامی اعتراضی موهای سر خود را تراشید. پس از این اقدام نیروهای امنیتی با اعمال خشونت و شلیک گلوله این زن را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. که همچنین دوباره می‌بینیم که خب حقوق شهروندی دوباره داره نقض میشه. محاصره دانشجویان دانشگاه شریف و یورش ماموران با گاز اشکاور و اسلحه به سمت دانشجویان. تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در محاصره نیروهای امنیتی امکان خروج از دانشگاه ها را نداشتند. تصاویر نشان می‌دهد راه‌های خروج توسط ماموران امنیتی مسدود شده است. ماموران حکومتی به دانشجویان در پارکینگ دانشگاه شریف یورش بردند و به سمت دانشجویان گلوله ساچمه‌ای شلیک می‌کنند.
و از درب پشتی گاز اشکاور به سمتشان پرتاب می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، همان امنیت زندگی. اصل 24 حق آزادی قلم و بیان. اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات. اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 19 حق آزادی بیان. ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. ماده 21 حق دموکراسی. ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. بازداشت حیدر رضا حمید رضا علی عسکری، بازیکن سابق تیم پرسپولیس. رسانه‌های رسمی روز یکشنبه 10 مهر ماه از بازداشت حمید رضا علی عسکری از پیشکسوتان فوتبال و بازیکن سابق تیم پرسپولیس خبر دادند. حمید رضا علی عسکری اخیراً مطالبی را در جهت حمایت از مطالبات شهروندان در اعتراضات سراسری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 24 حق آزادی قلم و بیان. اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 19 حق آزادی بیان. و مورد دیگه، بازداشت دکتر رامین نشسته به دلیل مداوای مجروحان اعتراضات سراسری. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به درمانگاه شبانه روزی باران، دکتر رامین نشسته اهل سقز را به دلیل مداوای مجروحان اعتراضات سراسری با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کرده و با خود به مکان نامعلومی بردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 24 حق امنیت کار. اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد: ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. ماده 23 حق امنیت کار. و اعتراضات سراسری که الان در ایران در جریانه، بازداشت 12 تن از کارگران پتروشیمی بوشهر اتفاق میفته که اخبار چنین اومده. اعتراضات سراسری، بازداشت 12 تن از کارگران پتروشیمی بوشهر در جریان اعتراضات سراسری. 12 تن از کارگران پروژه‌ای مشغول در سایت یک پتروشیمی بوشهر در اصلویه بازداشت شدند. قانون اساسی اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل 24 حق آزادی قلم و بیان. اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات. اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل 34 رعایت حقوق انسانی و توسط قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. ماده 19 حق آزادی بیان. ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. ماده 21 حق دموکراسی. ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. تجمع اعتراضی اعضای انجمن صنفی معلمان سقز در 21 مهر ماه 1401. در پی بازداشت شماری از دانش آموزان معترض و تایید اخبار منتشر شده در این خصوص توسط وزیر آموزش و پرورش، پنجشنبه 21 مهر ماه 1401 شماری از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ورود بدون مجوز نیروهای لباس شخصی به مدارس، شلیک نیروهای سرکوب به داخل مدارس و جراحت دو معلم زن و همچنین عملکرد خارج از وظایف سازمانی برخی مدیران در معرفی دانش آموزان به نهادهای امنیتی را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کرد. قانون اساسی اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات. اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 19 حق آزادی بیان. ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. ایلام، تیراندازی نیروهای امنیتی مقابل ساختمان فرمانداری به سوی شهروندان.
مقابل ساختمان فرمانداری شامگاه پنجشنبه 21 مهر 1401 نیروهای امنیتی به سوی مردم تیراندازی کرده و چندین شهروند مجروح شدند که شماری از آنها زن بودند. قانون اساسی اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 24 حق به آزادی قلم و بیان، اصل 27 حق به آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق به آزادی بیان، ماده 20 حق به آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 21 حق به دموکراسی، ماده 22 حق به امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. روز شنبه 30 مهر ماه 1401 نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان زاهدان یک دانش آموز دختر را از مدرسه نمونه نرجس بازداشت کردند. هویت این نوجوان یاسمن سعیدی 16 ساله کلاس دهم و اهل زاهدان عنوان شده است. نیروهای امنیتی پس از تماس مدیر مدرسه خانوم مرضیه میرخزایی به مدرسه نرجس در خیابان معلم رفته و یاسمن را بازداشت کردند. یاسمن بدون اینکه اقدامی انجام دهد و صرفاً به دلیل همراه داشتن اسپری رنگ پس از ضرب و جرح قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، خانواده این شهروند بلوچ تا کنون نتوانستند با فرزند خود تماس بگیرند و از وضعیت و محل نگهداری او بیخبر هستند. اداره اطلاعات نیز هیچ گونه پاسخگویی به خانواده یاسمن نداشته و این هم باعث نگرانی پدر و مادر وی شده است. اینها مواردی بودند که در رابطه با ماه اخیر و روزهای اخیر در ایران اتفاق افتاد و نقض حقوق بشر خوب همیشه بوده و هست و من این مواد رو یادداشت کردم که در اینجا به حضور شما خوندم. ممنونم از اینکه مایک در اختیار من قرار داد. مرسی از شما آقای طایف عزیز بابت ارائه گزارش. همونطور که خودتون فرمودید، بله، توی ماه گذشته، یعنی توی یکی دو ماه گذشته در واقع نقض خیلی خیلی واقعا زیادی اتفاق افتاده که اکثرش هم همونجور که هم توی اخبارتون میشد فهمید تقریبا 100% گزارش که ارائه کردی در رابطه با معترضین بودن و دستگیری معترضین و کشتاری که اتفاق افتاده. متاسفانه بله، توی ماه گذشته خیلی واقعا دستگیری خیلی زیادی اتفاق افتاد و واقعا اسفناکه اتفاقاتی که آدم داره میبینه. از دوستان همراهان عزیز اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب مرسی از شما. از سخنران بعدی مو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای سلمان یزدانپناه با بررسی کنوانسیون سایتیس منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای یزدانپناه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام، خسته نباشید، میگم خدمت دوستان و همکاران. صحبتم رو شروع میکنم با معرفی سایتیس. سایتیس یا همان کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی. جانوری وحشی در معرض خطر انقراض. در سال 1973 برای حفاظت از برخی از گونه‌های در خطر انقراض در برابر بهره برداری بی‌رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت‌های در تجارت، حالا چه صادرات چه واردات آنها، در واشنگتن آمریکا به تصویب رسید که دارای یک مقدمه 25 ماده 3 ضمیمه می‌باشد و هم‌اکنون 160 کشور عضو رسمی این کنوانسیون می‌باشد. این کنوانسیون یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی محیط زیست در راستای حفظ تنوع زیستی جانوری و گیاهی می باشد. حالا اینکه اهمیتش در چی است من در ادامه به خدمتتون عرض می‌کنم که یعنی کره زمین به سمت نابودی داره پیش میره. ایران در سال 1355 به عضویت این کنوانسیون درآمد و مرجع ملی آن سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. کنترل ورود و خروج گونه‌ها و وضعیت آنها، اطمینان از استفاده از گونه‌ها برای مقاصد انسانی، صدور تاییدیه، پیشنهاد برای انضمام یا خروج گونه‌ها از ذمایم، شرکت فعال در کمیته خواب و پرداخت حق عضویت از تعهدات کشورهای عضو می‌باشد. گونه‌ها بر حسب اهمیت و شدت تهدید انقراض، تهدید به انقراض آنها در یکی از فهرست‌های سه‌گانه ذمایم این کنوانسیون درج و در تجارت آنها طبق مقررات تحت کنترل قرار می‌گیرند. این سه تا ذمیمه داره. ذمیمه اولش میگه تمام گونه‌های در معرض خطر انقراض را در بر می‌گیرد و تجارت این دسته از گونه‌ها تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آنها بیشتر به خطر نیفتد.
مثل یوز پلنگ ها که الان تعدادشون فقط 12 تا است توی کشور ما فقط زندگی میکنن، یوز پلنگ آسیایی. صدور مجوز برای این گونه ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است. گونه زمینه دو، گونه هایی را در بر میگیرد که چنانچه تجارت آنها تحت کنترل و نظارت جهانی قرار نداشته باشد به زودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت. زمینه سه، از زمینه دو میتونیم خرس قهوه‌ای رو مثال بزنیم که آرسته آرسته داره لبه پرتگاه انقراض نزدیک میشه. زمینه سه شامل گونه هایی است که هر شکل که هر کشور متعهدی به علت وضعیت خاص آن گونه ها در قلمرو ملی خود علاقمند به اعمال مقررات کنوانسیون برای تجارت آنها بوده و برای کنترل بیشتر تجارت آنها به همکاری های بین المللی نیازمند هستند. این شامل گونه های بومزاد بیشتر میشه، مثل سمندر کردستانی یا سمندر لرستانی که یه گونه است که فقط در ایران یافت میشه. اما سایتس چگونه عمل میکند؟ سایتس با تحت کنترل قرار دادن تجارت بین المللی در نمونه‌هایی از گونه‌های انتخابی در جهت کنترل‌های خاص عمل می‌نماید. کل واردات، صادرات مجدد و جابجایی آن دسته از گونه‌هایی که تحت پوشش کنوانسیون هستند باید مورد تایید یک سیستم صدور مجوز قرار گیرد. منظور از سیستم صدور مجوز هم ادارات محیط زیست یا ارگان‌های نظارتی هستند. از مدارک لازم برای ورود و صدور گونه‌ها می توان به مشخصات کامل و نشانی وارد و صادر کننده، نام کشورهای مبدأ و مقصد، نام دقیق و علمی گونه و مشخصات آن، تعداد، قصد از ورود و خروج، مجوز سایتس کشور مبدأ، تاییدیه سازمان دامپزشکی مبنی بر سالم بودن گونه و ارائه مدرکی دال بر صلاحیت نگهدارنده می توان اشاره نمود. بر اساس قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط، کسانی که بدون عقص مجوز مبادرت و ورود و خروج و تجارت غیرقانونی جانوران وحشی نمایند مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهند بود. متاسفانه با وجود این کنوانسیون و پذیرش ایران، ما همچنان در کشور اون شاهد باغ وحش‌های خانگی هستیم که این خودش اینو نقض کنوانسیون سایتس است. کنوانسیون به دلیل اهداف و وظایف آن دارای ماهیت اجرایی، فنی و حقوقی و به لحاظ برخورداری از یک سیستم نظارت و کنترل تجارت گونه‌ها در گمرکات و مرزها و تعهد یاتا در رعایت مقررات آن و اطمینان از صدور مجوز حمل و نقل برای گونه ها دارای ضمانت اجرایی مناسبی است. اهمیت کنوانسیون سایت زمانی بیشتر می شود که خبرگزاری ایران در مورخ 12 اسفند 1400 اعلام داشت 151 گونه جانوری ایران در خطر انقراض قرار دارد. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست گفت 1023 گونه مهره‌دار در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد حدود 151 گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌های در خطر معرض انقراض ثبت شده. بر اساس آخرین آماری که اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت منتشر کرده، بیش از 8400 گونه گیاهی و جانوری در دنیا به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند و نزدیک به 30000 گونه یا در معرض خطر انقراض هستند یا آسیب پذیرند و از ارزیابی می شود بسیاری از گونه های دیگر هم به زودی در سیر قهرهای جمعیتی و انقراض قرار خواهند گرفت. یعنی تقریبا ما داریم زمین رو نابود می کنیم با این آماری که داریم مشاهده می کنیم. با توجه به اهمیت موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 68مین جلسه خود در 20 دسامبر 2013 روز 3 مارس یا همون 12 اسفند روز تصویب کنوانسیون منع تجارت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری آن سایتس را به عنوان روز جهانی حیات وحش اعلام کرد که هدف از تعیین این روز ایجاد فرصتی برای بزرگداشت و ارتقای آگاهی‌های عمومی در خصوص گونه‌های گیاهی و جانوری جهان است. بعد از آن هر سال یا فراخور شرایط شعاری برای این روز تعیین می‌کنند. بحث تخریب زیستگاه‌ها، تغییر کاربری اراضی، برداشت بی‌رویه و غیر مجاز از انواع گونه‌های گیاهی و جانوری و ورود گونه‌های بیگانه مانند تیلاپیا که الان توی بیشتر کشورها به عنوان گونه بیگانه است و مهاجم به زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی‌های محیط زیست و تغییرات اقلیمی که امروز بحث داغ دنیا است، برخی از عمده تهدیدات حیات وحش است که البته مسائل اجتماعی و اقتصادی بر شدت و ضعف آنها تاثیر می‌گذارد. نبود مدیریت، اما اون چیزی که توی کشور ما خیلی بیشتر از همه چیز داره این یعنی قانون وجود داره، اصل 5 داره بیان میکنه که حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده، برای نسل فعلی و عهده مردم و دولت قرار داده شده به صورت شاید بگم مساوی حتی. اما متاسفانه باید ببینیم چه چیزی باعث میشه که این قوانین نمیتونن اجرا بشن. حتی کنوانسیون ها
الان هیچ کدومش تقریبا توی ایران اجرا نمیشه. بیایم بررسی میکنیم موضوع. نبود مدیریت کارآمد و سرکوب دوستداران و فعالان محیط زیست در کنار مدیران سیاسی که میزهای مدیریتی محیط زیست را اشغال کردند به عنوان مهمترین عامل در انقراض گونه‌های جانوری به حساب میآید در ایران محسوب میگردد. مدیران سیاسی که نه تنها از فقدان دانش کافی در زمینه محیط زیست محرومند بلکه با سرپوش گذاشتن آن هم از نوع سیاسی بر مشکلات سعی در تبرئه خود مینمایند که این امر هزینه کلان و جبران ناپذیر را محیط زیست ایران تحمیل کرده است. یه مثال من الان میزنم از اینکه مدیرا بیشتر سیاسی هستن و سعی میکنن بیشتر به جای کار مدیریتی سیاسی بازی در بیارن توی کارشون. خبرگزاری تسنیم 11 مهر 1401 یک تیتر داره خیلی جالب، میگه بیمه حیات وحش لابلای تبصره های مختلف حذف شد. من خبر رو خدمتتون میخونم بعد قضاوت رو میذارم به عهده خودتون، ببینید اصلا این توی جامعه که حال شناختی که همه ما از ایران داریم آیا این اصلا این با قابل قبول هست یا نه. غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره حذف بیمه حیات وحش اظهار کرد در بودجه سال 1401 برای سازمان حفاظت محیط زیست ردیف بودجه 100 میلیارد تومانی برای بیمه حیات وحش پیشنهاد شده بود، اما این ردیف بودجه لابلای تبصره‌های اضافی مجلس شورای اسلامی که پرتعداد نیست اصلا حذف شد. خیلی جالبه. حالا این تعدادش چی میتونه باشه؟ بنیاد امام و نمیدونم بنیاد نشک آثار و بنیاد نشک آفتاب و فلان هزاران چیز از این دست. و ادامه داد پس از اینکه بودجه‌ای برای پرداخت بیمه حیات وحش در نظر گرفته نشد سعی کردیم تا با کمک صندوق ملی محیط زیست و مشارکت تعدادی از شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت وارد شده از جانب حیات وحش همکاری کنیم، اما راهکار برای کوتاه مدت است و برای حفاظت از گونه‌ها در دراز مدت باید ردیف بودجه‌ای برای بیمه حیات وحش اختصاص یابد. در واقع توپ رو میخوام بنزن توی زمین مردم. سرپرست دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تعارضات میان حیات وحش و انسان افزایش پیدا کرده است گفت علاوه بر در نظر گرفتن ردیف بودجه برای بیمه حیات وحش، وزارت جهاد کشاورزی باید دامداران و کشاورزان رو مکلف کند تا محصولات خود را بیمه کنند. یعنی یه جورایی دستشون رو کردن تو جیب مردم و دارن مدیریت میکنن، اسم خودشون رو میذارن مدیر. اینطور نیست که تمام خسارت تمام توسط سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت شده و کشاورزان و دامداران نیز باید بخشی از مبلغ بیمه را پرداخت کرده و تعمیداتی را برای حفاظت از محصولات خود در برابر حیوانات در نظر بگیرند. ابدالی تصریح کرد پیگیر این موضوع هستیم که در بودجه 1402 ردیف بودجه برای پرداخت بیمه حیات وحش اختصاص یابد و شخص رئیس سازمان نیز در این زمینه مذاکرات با مجلس داشته است. به متذکر شد ما لیست جانورانی که بیشترین خسارت را به کشاورزان وارد می‌کنند احساس کردیم تا این گونه‌ها را در اولویت بیمه حیات وحش قرار بدهیم. این جانوران شامل پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرد، گراز، قوچ و میش، آهو و خوبره هستند. پرداخت خسارت حیات وحش به کشاورزان در ردیف‌های پیشنهادی سازمان محیط زیست دیده نشده بود. به عنوان مثال مرتضی پور میرزایی مدیر عامل انجمن یوسف پلنگ ایرانی در گفتگو با برنامه تلویزیون مثبت سلامت در مورد چالش‌ها، این یه مثال دیگه‌شه که باز مدیرای سیاسی رو داره نشون میده، در مورد چالش‌های پیش روی بقای یوسف پلنگ ایرانی، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای عدم دریافت کمک از جوامع بین‌المللی در جهت حفظ یوز ایرانی دانستند. یعنی سیاسی تر از این دیگه نمیشه یه موضوع رو ماسمالی کرد، خیلی ساده بگم. در حالی که یوز ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد، این سازمان با هدف جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل، بررسی پروژه‌های محیط زیستی، حمایت، لابی و آموزش پرورش درست در سراسر جهان فارغ از مسائل سیاسی فعالیت می‌کند. ببینید یوز ایرانی زیر تحت حمایت اتحادیه سرخ بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد. این سازمان از سیاسی و نه تحت تاثیر تحریم‌ها می‌تونه فعالیت‌هاش رو متوقف کنه، چون فعالیت‌ها اصلا هدفمند اصلا سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به اون هدف قرار دارد. و این بهونه تراشه مدیران محیط زیست فقط نشونه ضعف و بدبختی یه مملکت که متاسفانه ما داریم محیط زیست اون از دست میدیم به خاطر این مسائل سیاسی که وارد بحث‌های مدیریتی شد. اما یه مثال دیگه شو من الان خدمتتون عرض می‌کنم که مدیریت بی‌کفایت رو نشون میده. در سال 1400 خبر جفتگیری در بهمن ماه سال 1400 خبر جفتگیری ایران و فیروز دو تا یوز پلنگ در هست که در شرایط اسارت بسیار بعید به نظر می رسید دوستداران این حیوان را به شدت شگفت زده کرد.
این پروژه درست در زمان مدیریت امیر عبدوس، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان و تیم او که ارتباطات بسیار خوبی را با متخصصان حفاظت از یوز در آفریقا برقرار کرده بودند رخ داد. این پروژه به خوبی در حال پیشروی بود که در سال 1401 به یک بار تیم مربوطه عوض شده و گروهی سرپرستی آن را به عهده گرفت که سابقه کشته شدن 5 گورخر ایرانی را در انتقال از توران به پارک ملی کبیر در کارنامه خود داشت. از همان زمان تولد این توله‌ها شرایط نگهداری و نحوه شیردهی به توله‌ها به شدت مورد انتقاد کارشناسان بود تا اینکه درست 4 روز بعد از تولد نخستین توله تلف شد. علت مرگ گرچه چسبندگی مادرزادی ریه عنوان شد، اما دلیل اصلی ورود شیر به نای حیوان بود. تولد توله دوم نیز بعد از گذشت 17 روز و به دلیل شرایط نامساعد فیزیکی و انتقال سریع به تهران در راه تلف شد و تنها یک توله باقی مانده هم در تهران در حال نگهداری است که اسمش الان پیروزه و سرخط همه خبرها شده. اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران رفتاری قهرآمیز با فعالان و دوستداران محیط زیست دارد. در اینجا یادی می‌کنیم از سیروان رحیمی، فرانک جمشیدی، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، مومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوپای، افشین شیخ الاسلامی و زنده‌یاد کاووس سید امامی و هزاران فعال گمنام محیط زیست که بیگناه در زندان‌های ایران شکنجه می‌شد و مجازات‌های ناروا نیز در انتظارشان است. با افزایش بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت محیط زیست کشور، بسیاری از شهروندان مسئولیت‌پذیر وارد میدان عمل شدند و در راستای حفاظت از محیط زیست ایران کوشیدند. کوششی که همواره با برخوردهای قانونی، بازداشت و شکنجه آنها همراه بوده است. یا به بیان دیگر، در تضاد با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی می‌داند، دولت وقت نه تنها در جهت حفاظت از محیط زیست ایران و نگهداری از آن برای نسل‌های آینده هیچ اقدامی به عمل نیاورده است، بلکه با هر هموطن مسئولی که در راستای فعالیت زیست محیطی ایران قدمی برمی‌دارد، برخوردهای خشن و توأم با خشونت دارد. متأسفانه اصل 50 که همه دوستان می‌دونید بیان می‌کنه که حفاظت از محیط زیست بر عهده مردم و دولت است، ولی متاسفانه هر فعال محیط زیستی که میخواد تو این زمینه قدم برداره یا سیاسی میشه یا جاسوس خارجی از آب در میاد، یه انگی بهش میشه از اون طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مشمول اعدام یا شکنجه و حبس طولانی مدت میشه. من در اینجا سخنرانی خودم رو به پایان میرسونم. تشکر میکنم از تمام دوستان. مرسی از شما جناب آقای یزدان‌پناه. ممنونم از دوستان، همکاران عزیز. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خیلی خوشحال میشیم که شنوا باشیم. جناب آقای آرمین بفرمایید. خواهش میکنم مایک. جناب آقای آرمین کلا انگار دسترسی به مایک ندارید شما. من دستتون میارم پایین. لطفا اگر که میخواین صحبت کنید، فکر میکنم دوباره باید کانکت بشید تا دسترسی به مایکتون باز بشه. خب متشکرم. سراغ سخنران بعدی رو میریم. سخنران بعدی ما جناب آقای احسان احمدی خواه با موضوع لزوم محاکمه علی خامنه ای. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و وقت بخیر. با توجه به شرایط و اوضاع حساس و ناگوار مردم ایران و موقعیت حقوق بشری حاصل فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور ایران، لزوم پیشگیری از تکرار رفتارهای متضاد حقوق بشری و سرکوب شدید آزادی‌های فردی خاصه به حق مردم، نبود زیرساخت‌های امن مخالفت‌های مدنی و غیره، لزوم محاکمه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین فرمانده نیروهای مسلح ایران به عنوان بازوی سرکوب ایشان هر روز بیش از روز قبل احساس می‌کردم. به عبارتی با محاکمه او اقدامی فوری برای پیشگیری از تکرار جرم است. پیشگیری از جرم عبارت از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن است. مبنای این گفتار قوانین جمهوری اسلامی و بر مبنای این قوانین من سعی بر ارائه مواردی از نقض حقوق انسانی و تکرار آن توسط علی خامنه‌ای و یا با دستور و تشویق عوامل فرهنگی و نظامی او می‌کنم. از موارد بسیاری رفتار مجرمانه او میتواند موارد بسیاری را نام بود، متاسفانه که در اینجا به چند مورد آن اشاره کرد. سرکوب آزادی و حقوق فردی.
در فصل سوم قوانین جمهوری اسلامی به موارد بسیاری از حقوق فردی اشاره شده. یک، حق برابری بر همه مردم در برابر قانون. دو، حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینا. سه، حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دوی آنها از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی. چهار، برخورداری مردم از امنیت و مسئولیت از جهت حیث جان، مال، حقوق مسکن و شغل. پنج، حقوق حق مسئولیت از تجسد. شش، حق برخورداری از امنیت و مسئولیت قضایی براحت، منع شکنج، منع حیثیت و تعرض. هفت، حق آزادی بیان، قلم، مطبوعات در حدود مقرر در اسلام. هشت، برخورداری از آزادی های گروهی مانند تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راهنمایی. 9، حق آزادی‌های فکری و عقیدتی به منع تفتیش عقاید. 10، حق آزادی کار و شغل. 11، حق برخورداری از تامین اجتماعی. 12، حق برخورداری از وسایل رایگان آموزشی و پرورش. 13، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز. 14، حق انتخاب حق محل اقامت و حق دادخواهی و رجوع به دادگاه صالح و حق دسترسی داشتن به این گونه دادها. در تمام حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی آمده است، میتوان به وجود نقض حقوق آحاد مردم ایران رو به وسیله اقدامات و یا دستورات مستقیم یا غیر مستقیم علی خامنه ای که از طریق انتصاب مستقیم رئیس قوه قضاییه که در قانون مسئول حفاظت و دفاع از حقوق مردم است، ولی کن در عمل مدافع حقوق شخص علی خامنه‌ای باشد و یا با انتصاب رئیس جمهور که مسئول اجرای قوانین اساسی است، از طریق انتخابات فرمایشی و نه رقابتی از حقوق حق ملت برای منافع شخصی و استحکام حکومت رئیس خود یعنی علی خامنه‌ای اقدام می‌کند. مشکلات اقتصادی. در رابطه با مشکلات اقتصادی همین بس که با توجه به توزیع ثروت در ایران به رهبری مطلقه علی خامنه‌ای و یکی تازی‌های او در تمامی ارکان اقتصادی و اجرایی او، ما شاهد آمار وحشتناک فقر و نابرابری هستیم. آمار اقتصادی نشان می‌دهد که 50% پایین جمعیت کشور فقط 5% از ثروت و 13% از آمار درآمد را در اختیار دارد. در مقابل 1% بالای جمعیت کشور حدود 28% از ثروت و 18% درآمد را به خود اختصاص داده. 10% بالای جمعیت 53% از درآمد و 61% از ثروت را در اختیار دارند. در واقع با توجه به این سیستم توزیع ثروت و درآمد، به اوج عدم مدیریت اقتصادی و معاونت در جنبش جنایت علی خامنه‌ای را میتوان به آن اشاره کرد. مشکلات اقتصادی که مشکلات اجتماعی بسیاری و حتی سود خراش نرخ خودکشی و جنایت هایی در حق مردم گرسنه و همچنین خشم و عصبانیت مردم تنها نمود بیرونی آن را مشاهده میکنیم. شوربختانه بسیاری از مشکلات زیرساختی فرهنگی و اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی است. مشکلات امنیتی و تحریم های بین المللی، تهدید هر روزه یا هر ساعته دولت های منطقه یا جهانی چه توسط علی خامنه‌ای یا عوامل او که منجر به تهدید و یا عمل به مقابل این کشورها را هر روز شاهد و در نتیجه این تهدید او تنها بدبختی و فشار بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی را برای ایران برقرار داشته و شوربختانه سبب گردیده فقر و مشکلات مردم ایران فزونی گردد. تهدید کشورها به بهانه‌های مختلف اواهی عملی نامناسب و مشروعیت بخشیدن به اقدامات عملی طرف مقابل است و به عبارت تمام مشکلات و جرایمی که از ناحیه تحریم‌ها و مشکلات امنیتی حاصل از آن رخ می‌دهد، تهدیدات نظامی متقابل همیشه سبب می‌گردد ریسک سرمایه‌گذاری خارجی کاهش شود یا بعد و سرمایه‌گذاران در ایران صرف نظر کنند. با توجه به تعریف معاونت در جو در قوانین اساسی ایران، هر کس دیگری ترغیب و تهدید و تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کنند یا دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد، هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا از این طریق ارتکاب جرم را مرتکب ارائه دهد، هر کس وقوع جرم را تصدیق کند به نوعی معاونت در جرم است. در این صورت میتوان معاونت در جرم علی خامنه‌ای را محرز دانست. نامیدی ملی و میل به مهاجرت گسترده مردم ایران.
میل به مهاجرت را در میان اقشار مختلف جامعه بیش از هر چیز به مسئله اقتصادی و معیشت در جامعه ایران مربوط می‌دانند. البته مسئله محوری است. نبود بازار کار، نابرابری در تخصیص امکانات، رانت و فساد، پارتی بازی و محرومیت و هر ناکارآمدی دیگر را می‌توان در این لیست گنجاند. و شاید دریافت چرا جوان‌ها در ایران میل به مهاجرت دارند. شاخص میل به مهاجرت میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران، اساتید، محققان، پژوهشگران و فعالان کسب و کار، کارهای نوپا یا همان استارتاپ پرداخت است. دانش آن آمده است که شاخص میل به مهاجرت در همه گروه‌ها بررسی شده. بیش از 40%، به عبارتی 53% اساتید و محققان، 45% پزشکان و پرستاران، 43% فعالان استارتاپی، 40% دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی میل دارن از ایران مهاجرت کنن. یکی از دلایل بیرونی شرایط کلی کشور تاثیرگذاری بر مهاجرت و وضعیت اقتصادی کشور است. در این پژوهش که حاصل شده که 73% پزشکان و پرستاران، 59% دانشجویان اثرات تورم را تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانستن. این در حالی است که 63% پزشکان پرستاران و 51% دانشجویان اثرات تحریم را بر تمایل به مهاجرت خود خیلی زیاد ارزیابی کرد. در سیستم حکومتداری جمهوری اسلامی ایران که همانا بر مبنای حکومت مطلقه فقیه با اقتدارگری علی خامنه‌ای است، تنها یک فرد با داشتن حکم حکومتی توانایی و قدرت لازم را برای جهت‌دهی اقتصادی سیستم کشور را دارد. در رشته هم فرد هم مسئولیت شرایط کشور و متهم اصلی این حجم عظیم مهاجرت و تمایل به ترک ایران توسط تمام گروه های مردمی به خصوص قشر تحصیل کرده و فرهیخته ایران است. به عبارتی نرخ بالای تمایل به خروج از کشور نشان دهنده نرخ بالای اعتراض خاموش قشر فرهیخته است به وضعیت موجود و شاید عدم تمایل به شرکت در اعتراض مردم و عدم ریسک پذیری شخصی برای تغییر جمهوری اسلامی باشد. دخالت در امور پزشکی و کشته شدن ده ها هزار ایرانی. در قانون برای فعل دخالت در امور پزشکی مجازات تعیین شده و این فعل جرم انگاری شده است. دخالت غیر مجاز در امور پزشکی در ماده 3 امور پزشکی داروی موارد خورنده و آشامیدی مصوبه 10/12/1379 جرم انگاری شده و قانون بیان میاد هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر اشیاء به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جز حرف پزشکی و پاراماندار محسوب می شود دخالت کند و در صورتی که بیمار بعد در اثر اقدام غیرقانونی فرد متحمل ضرر شود، قاضی رسیده کننده به استناد این ماده می تواند فرد مورد نظر را به مجازات مرتبط با دخالت در امور پزشکی محکوم کند. ممنوع کردن ورود واکسن توسط علی خامنه‌ای که به وضوح سیاستی بر ادامه کشتار عمدی با کمک کرونا و جنایت علیه بشریت نشانه دیگری در راستای استراتژی امنیتی کلان تلفات انسانی است که خامنه‌ای برای مقابله با قیام در پیش گرفته است. با واکنش و محکومیت جهانی روبرو شد. طبق قوانین امور پزشکی و ثواب تحصیلات علی خامنه‌ای عیناً در امور پزشکی دخالت کرده و با ممنوعیت واردات واکسن باعث مرگ ده ها هزار ایرانی گردید. دخالت در امور تجاری و محدود کردن تجارت داخلی و خارجی به ایران تنها به چند سازمان و فرد حامی بود. در سیستم ولایت مطلقه که سید علی خامنه‌ای به بچه خداگونه دارد و هر کس در مقابلش کنش به این خدای خیالی از نعمتهای مالی و اجتماعی بنابر سلسله مراتب قدرتی دارد از رانتهای بی حد و حصر و ریخت و پاش‌های آن بهره‌مند می‌شود. به طوری که امروزه رانت ها و فساد حاصل از آن یکی از پرنقش‌ترین عوامل فساد اقتصادی ایران است. بنابراین واقعیت که هر جا قدرت، اسلحه و ثروت با هم و توسط یک نهاد به مانند نهاد رهبری کنترل گردد به طور قطع یقین منبع فساد و تباهی ملت می‌گردد و این دلیل انباشت ثروت و قدرت به تنهایی دلیل کافی برای محاکمه و سلب قدرت از علی خامنه‌ای است. سیستم اقتصادی ایران توسط مافیای سپاه، مافیای مراکز دینی و مذهبی، مافیای مراکز تصمیم گیری کلان کشور و غیره تحت کنترل و چپاول و نابودی است. تا این سیستم مافیایی تحت کنترل و نظارت علی خامنه‌ای فروپاشی نکند، امکان بهره‌مندی برابر برای آهاد مردم قابل تصور نمی‌شود.
سرکوب خونین اعتراضات مردم با آنکه اصل 27 قانون جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات راهپیمایی بدون حمل سلاح تاکید کرده، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات ایران این اصل در همه مواقع نادیده گرفته است. اولین اعتراضات بانوان بودند، نخستین اعتراضات کردن نخستین اعتراض مردم در تاریخ جمهوری اسلامی اعتراضات بانوان به حجاب اجباری بود که 25 روز بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و مصادف با روز جهانی زن بود. دومین اعتراضات که کلام بود اعتراضات خرداد 1360 بود که با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد. دهه 70 آغاز جنبش های مردمی، در آغاز دهه 70 شمسی با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ و افزایش نرخ تورم تا 49.4% شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی در سطح زندگی مردم تاثیر گذاشت و در چندین مورد مردم را به خیابون کشید. بعدی اعتراضات مشهد بود که 9 خرداد 1371 تصمیم به تخریب بخش محلی معروف کوی طلاب مشهد توسط بولدوزرها بود. با مخالفت ساکنان خیابان تورسی روبرو شد. بنابراین این گزاره در جریان این درگیری از سوی ماموران به یک دانش آموز شلیک شد و این مقدمه‌ای برای اعتراض گسترده و خشونت. اعتراضات بعدی اعتراضات قزوین بود که در مرداد 1373 طرح استانی شدن قزوین در مجلس رأی نیاورد. باعث اعتراض آن شد. این اعتراض با بسته شدن جاده‌ها توسط معترضان آغاز شد. خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشید. اسلام شهر، مردم اسلام شهر که از قشر کم درآمد جامعه به حساب می‌آمدند نسبت به گرانی، به خصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودند. اما جرقه این حرکت از روستای اکبرآباد بعد از اعتراض به جیره‌بندی آب آغاز شد و به سرعت به سایر شهرها و شهرک‌ها رسید. کوی دانشگاه فصل جدید جنبش دانشجویی بود که بیشک در بین حوادث دهه 70 خورشیدی یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکت‌های اعتراضی حادثه کوی دانشگاه. جنبش 60، جنبش 100 با پایان انتخابات جمهوری ریاست جمهوری 1380 و اعلام پیروزی محمود علی‌نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و سه روز بعد در تاریخ 25 خرداد 1388 از حامیان و معترضان به این نتایج این انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کند. دی 1396 علی مطهری نماینده پیشین مجلس گفته بود منشأ این اعتراض درون حکومتی بود اما به سرعت از کنترل خارج شد. اعتراضات دی 1396 از مشهد آغاز شد اما به سرعت گسترش یافت. ماهیت آن را تغییر کرد و به سرعت اصل نظام را هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا. آبان خونین 24 آبان 1398 اجرای مجدد سهمیه بنزین و افزایش 200% قیمت سوخت یک شبه مردم را به شک فرو برد. اما طبق برنامه‌ریزی تازه‌ترین آمار عفو بین‌المللی دست کم 323 نفر و گفته رویترز بالا بر 1500 نفر کشته برجای گرفت. در میان کشته شدگان دست کم 10 زن و 22 کودک به چشم. اعتراض داد به حجاب اجباری، اعتراضی که با قتل مهسا امینی در اداره پلیس اخلاقی و بر علیه آزادی حق پوشش شروع شد و همکنون درخواست مردم تنها تغییر رژیم سیاسی جمهوری اسلامی و سرنگونی علی خامنه‌ای است از قدرت است. علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و فرمانده نیروهای مسلح و امنیتی مسئول مستقیم ده‌ها و شاید صدها هزار قتل ده‌ها هزار یا صدها هزار هموطن ایرانی در طول تمام دوران حکومتدارانی خود است. برای جلوگیری از تکرار جنایت خود و عوامل تحت فرمان او لزوم محاکمه فوری و مشروعیت زده از قدرت او بیش از پیش احساس نیاز می‌شود. در پایان دلایل بنده برای محاکمه علی خامنه‌ای به شرط زیر است. برای توقف جنایت جمهوری اسلامی او باید محاکمه و از قدرت کنار. او با موعد محاکمه گردد و در دادگاه پاسخ جنایت خود باشد. تا تصورات غلط طرفداران او مبنی بر پاک بودن و معصومیت پوشالی او که در ذهن طرفداران ساده‌لوح او از بین برد. او باید طعم تلخ زندانی شدن و تحقیر میلیون ها آدم بیگناه را تجربه کند. او باید زنده بماند تا آزادی و موفقیت مردم ایران که بزرگترین شکنجه برای اوست بچشد. او باید زنده بماند و محاکمه شود تا ببیند که انسان ها حق دارند و می توانند بدون نظر گرفتن نجات از تفکراتشان در کنار هم با صلح و دوستی زندگی کنند. متشکرم. ممنونم آقای مهندس احمدی‌خواه. مرسی از شما در رابطه با لزوم
محاکمه علی خامنه ای صحبت کردید و خواستم بگم که کم گفتین آقای احمدی خان در رابطه با لزوم محاکمه. واقعا یه روز کامل باید صحبت بکنیم شما، یعنی تمام اتفاقات و بدبختی هایی که متاسفانه توی مملکت الان داریم میبینیم همه و همه مسئولیتش با شخص اول حکومت جمهوری علی خامنه ای، یعنی تمام بدبختی هایی که ما داریم میکشیم، مردم دارن میکشن، تمام اون کشتارا، تمام اون زندانیایی که توی زندانن، تمام بیکاری، فقر، فحشا، هر مشکلاتی که داریم میبینیم، همون دوتا یوز پلنگی که آقای یزدان پناه بهش اشاره کردن تلف شدن، همه و همه مسئولیتش با همون آقای علی خامنه‌ای که الان وضعیت مملکت به این شکله. از دوستان همکاران گرامی، بله آقای احمدی خواهی اجازه بدین آقای سبزیان اول صحبت کنن چون شما سخنران بودید، اگر سوالی چیزی باشه در انتها صحبتهای شما رو حتما میشن. آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و عرض ادب دارم خدمت معاملین کلان عزیز، خیلی ممنون بابت سخنرانی آقای احمدی خواهی عزیز. منم هم نظر هستم با آقای ناصری و اینکه حتی به نظر من یک روز هم کمه و اینکه یعنی هر یک نفری که حتی بترسه به نظرم، یعنی تیر رو نمیدونم زخمی بشه و حتی اینکه ترس به دلش راه پیدا کرده باشه میشه دلیلی باشه برای محاکمه این شخص. و به نظر من، یعنی اینو نظر شخصی خودمه، حالا من که اون تایم نبودم، یعنی اون موقعی که حالا ولایت فقیه رو حالا انتخاب شده، حالا به هر دلیلی، به هر دویی، به هر جهتی، در طول تاریخ یعنی ما نداشتیم، یعنی دلیلی نداشتیم که هر شخصی میخواد باشه، میخواد، من ببخشید اینو میگم، چون فکر نکنید منم میگم نه شاه خوبه نه رهبر، نه، من دیدگاه هم فرق داریم، البته شاه هم زیاد اونچنان قبول ندارم، ولی خب باز بهتر از این جمهوری قبول دارم. ولی صحبت هم اینه هر شخصی میخواد باشه، یعنی هر کسی که یک قدرت نامحدودی گرفته باشه و اون قدرت باعث شده که بیاد و هر کاری دوست داشته باشه بکنه، یعنی یک قدرت مطلق داره دیگه، یعنی مثلا هر کاری میخواد میکنه، حالا میخواد صدر اعظم آلمان باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد شاه باشه، میخواد حالا ولایت فقیه نمیدونم مسلمین باشه. و میگم برای محاکمه ایشون حتی روزها، باید ماها، شاید هم سالها باید بیان تک تک افرادی که واقعا از ایشون درد دیدن، زجر کشیدن، حتی گریه کردن، حتی اشک ریختن، حتی ترسیدن، باید تک تکشون بیان و شکایت کنن و مقابلشون. منم نمیگم، من با اینکه با حق حیات و تمام همه اینا موافق هستم، اما باید یک مجازاتی که، یعنی من واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه که بشه یه مجازات خوبی در حد این همه جنایت، یعنی واقعا این همه جنایت، واقعا من شاید بگم مجازاتی حداقل به ذهن من خطور نمی کنه چه مجازاتی میتونه در حد این همه جنایتی که یک شخص انجام داده بخوایم بگیم آقا مثلا اینا این کارا رو کرده، این مجازات مناسب این شخص. و همین دیروز دختر خانم فرشته احمدی رو دیدید، اون دختر کوچیکی که مش توی خاک زد، یعنی اصلا نمیدونم واقعا چی میتونیم بگیم، یعنی در وصف این همه جنایت. ممنون، مرسی که اما مرسی از شما جناب آقای سبزیان. جناب آقای حمید بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام، ببخشید من خیلی خوش لذت بردم از شنیدن حرفای دوستان، خواستم فقط یک نظر کوتاهی بدم. سیستم رو باید، از نظر من سیستم رو باید نقد کرد، نه شخص هایی که تو سیستم مهره هایی هستن اون اهمیت های مختلف. در دموکراسی سیستم هست، در استبداد هم سیستم هست. این سیستم برای بقاش نیازهایی داره. اونهایی که مهره های این سیستم میشن، تا وقتی که اون نیازها رو پاسخ میدن توی سیستم میمونن. و
و هر وقت سیستم احساس کنه که این نیازها رو برآورده نمی کنند قاعدتا کنار گذاشته میشن یا حذف میشن. امروز گفتن علی خامنه یا دیروز خمینی یا شاه قبلش مشکلی رو حل نمی کن. مشکل استبداده، استبداد سیستمه که در اندیشه ما هم جا داره. یعنی که ما هم توی اندیشه‌مون به نام دین، به نام مرام یه جوری وارد شده. اینی که هم مبارزی که داری میکنیم باید هم توی پندار اون ریشه ها رو از بین ببری، هم در عینیت سیستم رو هدف بگیری. تو انقلاب بعد از 57 وقت پیدا نشد که سیستم استبداد پهلوی از بین بره. نتیجهش این که سیستمی سرش از دست داده بود راحت یه سر دیگه جاشو گرفت و بدتر از اون قبلی هم عمل کرد. من حقاستم فقط این بگم که اگر میخواییم از حقوق دفاع کنیم، حقوق باید در چارچوب سیستم دفاع کنیم و به اون سیستم هایی که حقوق زیر علامت سوال میکنه شناسایی کنیم و از الان با تجربه هایی که داریم این سیستم ها رو از الان ببینیم چه جوری میتونیم هم در پندار هم در عینیت در آینده گذار از استبداد اگر میشه نابود اگر نه ضعیف کنیم تا سیستم جدید بر پایه حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت بتونن جا پیدا کنن. ممنون از شنیدن صحبت های شما و از اینکه صبر شما. مرسی از شما جناب آقای حمید، کاملا هم درست میفرمایید. الان یه جورایی میشه قشنگی رو فهمید از سطح آگاهی مردم، از شعارهایی که مردم دارن میدن توی خیابونا میشه فهمید که واقعا درک کردن که دیگه واقعا بعد از گذار از این سیستم دیگه هیچ وقت با توی مملکت ما شاید شاهده یه سیستم دیکتاتوری و مستبدی مثل گذشته دیگه نباشیم. سرکار خانم شاه‌سوانی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض سلام دارم خدمت همه همکاران محترم. پیرو صحبت‌های دوستان عزیزم، خب بله، حالا این همکارمون فرمودن سیستم درسته، ولی خب رأس این سیستم دیکتاتوری دینی هست که رهبر قرار میگیره و کل سیستم فکر میکنم در حقیقت میتونیم بگیم که یه رهبر هست که برای همه تصمیم میگیره و همین باعث میشه که ما از دیکتاتوری صحبت میکنیم. حالا دوستانمون اشاره کردن به مشکلاتی که پیش اومد توی ایران و حالا شخص خامنه‌ای و بقیه همکارانش توی برقراری این استبداد دینی که مقصر هستن. من میخوام اشاره کنم نه تنها در ایران، تمام مشکلاتی که برای هر انسانی در سایر نقاط دنیا از یمن گرفته تا عراق، سوریه، لبنان، تمام مشکلاتی که ایران باعث اونها شد و اونها از سلامتی جسمی، روانی، اجتماعی زجر دیدن، باز هم همین آقای خامنه‌ای و خود سیستم حالا استبداد دینی همه اینها مقصرن. یعنی برای تک تک مشکلاتی که توی ایران و سایر نقاط دنیا پیش اومد اینا باید پاسخگو باشن و برای همه اینها باید دادگاهی بشن و پاسخگو باشن. ممنون از فرصتی که به من دادید، مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم شاه‌سوانی. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. ممنونم بابت تمام کامنت های خوبی که دوستان دادن. از آقای احمدی خان ممنونم بابت انتخاب این موضوع. علی خامنه‌ای رو بعد از دو بُعد نگاه کرد دیگه، یک بُعد حقیقی داره، یک بُعد حقوقی. از جنبه حقوقی که خب همه دوستان فرمودن، خب ایشون رهبر فلان بود است و نمیدونم ولی مطلقه فقیه بود است و چه و چه و چه، اما از بُعد حقیقی همیشون باید محاکمه بشه، یعنی شخصی. چرا؟ چون این که فقط چون صرفا رهبره دلیل بر این نمیشه که خب حالا یک جنبه حقیقی هم نداشته باشه. این فرد
به ضرس قاطع میگم از نظر حقیقی هم بسیار بسیار جنایتکاره، یعنی درونش نه به خاطر سمتی که داشته، خودش شخصاً ذاتاً یک آدم جنایتکاریه، یک آدم مستبد و دیکتاتوریه. نمونهش اینه که تو این 34 سالی که رهبر ایران بوده حتی یک بار به خودش این چیزو نداده که بیاد مثلا با یک خبرنگاری، شبکه تلویزیونی، با یک رسانه مصاحبه کنه، یعنی خودشو همیشه بالای بالا دونسته. یا مثلا عکسای ما از من ازش دیدم که این خودشیفتگی رو انقدر بزرگ بر خودش فرض کرده که بقیه عوامل باید روی زمین بشینن ولی این باید روی صندلی بشینه. ببین اینا بودای شخصی و ذاتی این آدمه که یعنی دیکتاتوری و مستبد بودن این آدم رو ثابت میکنه، یعنی ذاتن این آدم جنایتکاره. اما در مورد اینکه چه به قول معروف محاکمه برایشون مناسبه که آقای سبزیان گفتن، من شخصا اگر نظر من مهم باشه، یعنی بگن آقا یک نفر میتونه نظر به دوم یک نفر من باشم، میگم که اینو توی باکس شیشه‌ای توی بزرگترین میدون تهران، حالا یا هر جای ایران بذارنش، خب بعد این هم مردم اینو ببینن، همین مردم ببینن، یعنی پیشرفت و اون چه میدونم فلانو ببینه، بعد مردم اینو با دیده حقارت ببینن و بدونن که آینده یک فرد مستبد و دیکتاتور به چه شکل خواهد بود. تمام امکانات پزشکی و همه چی هم در اختیارش بذارن که نمیره، این آدم نباید بمیره، این آدم باید بمونه و ببینه، باید ببینه تمام این زجرهایی که به قول آقای سبزیان اشکهایی که ریخته شد، تمام اون ناراحتی هایی که هممون کشیدیم، همه مردم کشیدن، همه به قول خانم شاسوانی همه نقاط دیگر دنیا، باید همه ببینن اینو و اونم ببیند. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. مرسی از شما آقای شایگان، سپاسگزارم. جناب آقای رایی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، با درود به همه شما عزیزان و صحبت های خوبی که شنیدم. من با دادگاه علی خامنه‌ای این سوالا در ذهنم مطرح میشه، این دادگاه بر اساس کدوم قواعد و آیا این دادگاه بین المللی یا ملی؟ توجه شما رو جلب میکنم، در سال 1357 دادگاه های انقلابی تشکیل دادن که در واقع قواعدش نه مشخص بود چی هستش، حاکم شرعی رو گذاشته بودن که این بر اساس فقه خودش بدون این که اصلا جزئیات مشخص باشه این عمل انجام گرفت و در مواردی حتی اجازه دفاع داده نمی شد و حتی قبل از اینکه اعدام بشه ترور می شد در داخل زندان، مثل امیر عباس هویدا. بنابراین باید حواس ما ایرانی ها جمع باشه که اولا کدوم با تمام قواعد دادگاه لازم شناخته بشه قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه و مردم موافقت کنن با اون قواعد حقوقی، با تمامش، با جزئیاتش، با تمام مدالیته هاش. یعنی حاکمیت مردم یه قسمت مهمش عدالته و این عدالت رو نمیشه روش سهل‌انگاری وجود داشته باشه. دقت نظر بسیار شدید میخواد. شخصا معتقد هستم که شخصیت‌های جهانی هم در این دادگاه ملی، از نظر من این دادگاه لازم ملی باشه اما با حضور شخصیت‌های جهانی. حالا اگر این دادگاه میخواد جهانی هم باشه، با حضور و پذیرش حاکمیت جمهور و مردم در جزئیات باشه. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شما جناب آقای رایی عزیز، ممنونم. جناب آقای احمدی خواه، اگر که میخواید صحبت کنید که من مایک رو در اختیار شما قرار بدم که شما نظرتون به عنوان حسن ختام بفرمایید. جناب آقای ناصری، ببینید شما گفتین خب کمه، هرچند بگی من مال جا داره، ولی به نظرم دیگه وقت اقدامه، گفتن دیگه فایده نداره، چون هر یک روزی که میگذره ما شاهد خیلی جنایت های از این، ما جنایت فقط نیستش که نفر رو بکشیم، یه غمی که توی دل یکی بیفته تا آخر عمرش، یه حسرت دیدن یه عزیزی،
حسرت بودن در یک مکانی در یک زمانی دیگه تکرار نمیشه. در طرف آرزوش تو عروسی یک عزیزی شرکت، حالا مجبور شده بیاد خارج از ایران، دیگه نمیتونه شرکت. اتفاق دیگه تکرار نمیشه. ما فقط نباید بگیم حالا کشتن، ما تو خوشیای هم دیگه نمیتونیم شرکت کنیم. حتی 7 میلیون خارجن و حداقل 5-6 میلیونش دیگه نمیتونن برای این خود جنایت، یعنی 5-6 میلیون نفر منع ورود دارن. درسته میگم بیاین تو، بیاین تو که بگیرن، نمیگن که بیاین تو که برگرد، این خودش خیلی جنایت. و به نظر من دیگه بعد یه وارد فاز عملی بشیم. حالا شاید به ظاهر بگن خب الان که حکومت جمهوری اسلامی نرفته، ولی همین محاکمات خارج از ایران هم رخ بده، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی چون محکوم میشه. اینا نگیم که اینا محکومیت بودشون رو میشه، اگه محکومیت من مهم نبود تو دادگاه میکنوس اینا جرئت میکردن یکیشون بیاد بیرون. یعنی از اون زمانی که بعد دادگاه میکنوس بود، نه فلاحیان اومد از ایران بیرون، نه هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی تا بمیره از ایران جرئت نکرد، علی خامنه‌ای هم جرئت نکرد، چون که میبینیم حتی جرئت نمیکنه بره کربلا و نجف یا بره مکه، جرئت نمیکنه از ایران خارج بشه. رضا همین الان باید شروع کنم، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی که به نظر من خنده داره، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایشون محکوم میشه. و اینی که بهتره که زودتر شروع کنیم، چون دیگه بس دیگه غم و غصه که مردم دارن میخورن به ناحق. متشکرم. مرسی از شما آقای احمدی خواه. بله، با روز عمل که رسیده، خیلی وقت هم از رسیده و الان واقعا میبینیم که داره به یه سرانجامی میرسه. سپاسگزارم. از سخنان بعدی می دعوت میکنم. سخنان بعدی ما سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع روز جهانی بدون خشونت. خانم اسماعیلی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی و عرض تسلیت خدمت مردم عزیز و دلاور ایران. در تقویم سازمان ملل متحد، روز دوم اکتبر هر سال که مصادف با تولد مهاتما گاندی است، به عنوان روز بین‌المللی بدون خشونت نامگذاری شده است. با گرامی داشت این روز، جامعه بین‌المللی تلاش دارد تا با آموزش، آگاه‌سازی و جلب توجه افکار عمومی به شیوه های مسالمت‌آمیز حل اختلاف، چه در سطح فردی یا گروهی، به تدریج همه افراد را به ترویج فرهنگ صلح، بردباری، نفی خشونت و درک متقابل دعوت کنند. اما به قول جودیت باتلر، فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی، این تمرین مدارا و تقویت رفتار نفی خشونت به معنی خونسا بودن نیست، بلکه تمرین باور و عمل به یک ارزش اخلاقی است که طی آن بر رویه آرام ماندن در شرایط بحرانی صحه می‌گذاریم. اما به شیوه های مختلف اعمال قدرت، به خصوص بر فرودستان هم حساسیت نشان می دهیم. نفی خشونت در واقع یک موضوع اخلاقی است که بایستی ما را به مرحله بالاتری از تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی برساند. معمولاً در میان انواع خشونت، توسل به زور فیزیکی یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای اعمال فشار بر یک فرد، گروه یا جمعیت کشور بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد که هدف آن آسیب رساندن به تمامیت جسمانی افراد انسانی است. جنگ، تجاوز، شکنجه، زندان، نقض آزادی‌های فردی و یا اعمال فشار فیزیکی و روانی بر یک فرد یا گروه، همه از جمله مصادیق متعدد آن است. در میان دسته‌بندی‌های خشونت، اما خشونت اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که تأثیر بسیار عمیقی بر رشد و استقلال فردی به خصوص در زنان، کودکان و گروه‌های به حاشیه رانده شده دارد. خشونت اقتصادی شامل واداشتن افراد به کار اجباری، کار بدون دستمزد یا با دستمزد بسیار کم و همچنین محدود کردن دسترسی فرد به منابع مالی و اقتصادی است. در سطح کلان، استفاده و اعمال زور بر کارگران مهاجر و بدون مدرک شناسایی را در بر می‌گیرد که نمونه های آن مانند اجبار به کار با ساعت طولانی یا بدون مرخصی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یا برخورداری از بیمه بیکاری است. بعضی اوقات اما سوء استفاده از هر نوع ابزار فرهنگی و قانونی برای کنترل اقتصادی و مالی زنان در چارچوب خانواده یا در ساختار کلی یک جامعه را شامل می شود. اعمال زور برای ممنوعیت آموزش و اشتغال، محدود کردن حق زنان بر ارث،
مالکیت زمین، باز کردن حساب بانکی مستقل و یا عدم برخورداری مساوی با مردان از وام و اعتبار مالی از مصادیق متعدد خشونت اقتصادی بر زنان است. قوانین و مقررات، عرف‌ها و هنجارهای فرهنگی همه می‌توانند مشوق‌های اعمال این نوع خشونت بر زنان باشند. خشونت اقتصادی اگرچه اغلب اوقات علائم مشهود فیزیکی و جسمی ندارد، اما به شدت در تعمیق فقر مالی و به تدریج بهداشت روانی تأثیر دارد و می‌تواند تهدید کننده سلامت روحی، اعتماد و عزت نفس افراد باشد. به نوعی که آنها را در یک چرخه آسیب پذیری در مقابل سایر خشونت ها قرار می دهد. روز دوم اکتبر، روز جهانی بدون خشونت، فرصتی است تا یادآوری کنیم که در سراسر دنیا زنان بسیاری از دسترسی به اشتغال و منابع مالی باز می مانند یا ممکن است با دستمزدهای ناچیز مجبور به کار در ساعات طولانی، آن هم در شرایط ناامن شوند. زنانی که وظایف کار خانگی و نگهداری از فرزندان نیز بر دوش آنهاست و کمترین بهره‌مندی از مزایای کار به ویژه تسهیلات مراقبت از کودکان را دارند. یادمان باشد خشونت اقتصادی زمینه‌ساز پذیرش هر خشونت دیگر و یا ماندن در هر رابطه سوء استفاده آمیز دیگری می‌شود. بنابراین دادن استقلال مالی و اقتصادی به زنان و حق برخورداری از کار شایسته در شرایط عادلانه و بدون تبعیض‌ها مبتنی بر جنسیت، قومیت، سن، نژاد، مذهب و یا وضعیت قانونی و به رسمیت شناختن حق دسترسی به منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی هم از مصادیق مهم برای تبیین نفی خشونتند. خشونت را بر اساس ویژگی‌های افرادی که مرتکب این عمل خشونت‌آمیز شده‌اند در قالب 5 گروه بزرگ دسته‌بندی می‌کنیم: خشونت خودمحور، خشونت بین فردی، خشونت جمعی، خشونت خانگی و خشونت جنسی. خشونت خودمحور به رفتارهای خودکشی و خودآزاری تقسیم می شود. مورد اول در بردارنده افکار خودکشی، اقدام به خودکشی که در برخی کشورها خودکشی ناپرجام یا خودآزاری عمدی نیز نامیده می شود و خودکشی کامل است. در مقابل خودآزاری شامل اعمالی نظیر خودزنی است. خشونت بین فردی به دو زیر مجموعه تقسیم می شود. خشونت خانوادگی و خشونت با شریک زندگی. یعنی خشونت نه منحصراً اما تا حد زیادی بین اعضای خانواده و شریک زندگی در خانه رو می دهد. خشونت اجتماعی خشونتی است که به طور کلی در خارج از خانه و بین افرادی که ارتباطی با یکدیگر ندارند یا ممکن است یکدیگر را بشناسند رخ می دهد. گروه اول شامل انواع خشونت مانند سوء استفاده از کودکان، خشونت خانوادگی و سوء استفاده از افراد مسن می باشد. گروه دوم در بردارنده خشونت جوانان، اعمال خشونت آمیز تصادفی، تجاوز جنسی از سوی افراد غریبه و خشونت در محیط‌های سازمانی مانند مدارس، محل‌های کار، زندان‌ها و خانه‌های سالمندان است. خشونت جمعی به خشونت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم می شود. برخلاف دو مقوله گسترده دیگر، زیر مجموعه های خشونت جمعی در بردارنده انگیزه های احتمالی برای اعمال خشونت نسبت به گروه های بزرگتر، افراد و یا دولت هاست. خشونت جمعی متعهد به پیشبرد یک دستور کار اجتماعی خاص مانند جنایات جنگی از سوی گروه های سازمانی یافته، اقدامات تروریستی و خشونت اوباش است. خشونت سیاسی شامل جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار مرتبط، خشونت دولت و اقدامات مشابهی است که توسط گروه‌های بزرگتر انجام می‌شود. خشونت اقتصادی شامل حملات گروه‌های بزرگتر با انگیزه‌های اقتصادی است، مانند حملات صورت گرفته با هدف اخلال در فعالیت‌های اقتصادی، ممانعت از دسترسی به خدمات ضروری یا ایجاد تفرقه و تقسیم اقتصادی. واضح است که اقدامات صورت گرفته توسط گروه‌های بزرگتر می‌توانند انگیزه‌های متعددی داشته باشند. خشونت خانگی الگویی از رفتارهایی است که موجب ترساندن، کنترل، تحقیر، منزوی کردن، ایجاد وحشت، ترور، اجبار، تهدید، سرزنش، صدمه، آسیب یا مجروح شدن فرد می‌شود و می‌تواند شامل اقدامات فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی یا روانشناختی و یا تهدیدهایی باشد که شخص برای کسب یا حفظ قدرت و کنترل شخص
یا اشخاص دیگر از آنها استفاده می کنند. خشونت خانگی شامل موارد زیر است. 1. سوء استفاده جسمی. کتک زدن، سیلی زدن، هل دادن، چنگ زدن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن مو و غیره. سوء استفاده جسمی شامل ممانعت از برخورداری از درمان پزشکی یا مجبور کردن به مصرف الکل و یا مواد مخدر نیز می شود. مورد دوم، سوء استفاده جنسی. اجبار یا تلاش برای واداشتن به هر گونه ارتباط جنسی یا رفتاری بدون رضایت. سوء استفاده جنسی شامل اجبار به رابطه جنسی پس از بروز خشونت فیزیکی یا تحقیر فرد از نظر یک رفتار جنسی است، اما مطمئناً به تجاوز زناشویی محدود نمی شود. مورد سوم، سوء استفاده عاطفی. تضعیف احساس عزت نفس. این حالت می تواند تضعیف توانایی های فردی، اسم گذاشتن یا آسیب زدن به روابط شخص با فرزندانش را شامل شود. مورد چهارم، سوء استفاده اقتصادی. ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی فردی با کنترل کامل منابع مالی، ممانعت از دسترسی شخص به پول یا ممنوعیت حضور شخص در مدرسه و یا کار. مورد پنجم، سوء استفاده روانی. ایجاد ترس با تهدید. تهدید به ایجاد آسیب فیزیکی در خود، همسر، کودک یا خانواده و یا دوستان. از بین بردن حیوانات خانگی و تخریب اموال و جدایی تحت اجبار از خانواده، دوستان یا مدرسه و یا کار. خشونت جنسی عبارت است از هر گونه رفتار جنسی بدون رضایت شخص که باعث می شود فرد احساس ناراحتی، ترس و وحشت داشته باشد و در زیر گروه تجاوز جنسی قرار گیرد. تجاوز جنسی فیزیکی زمانی روی می دهد که فرد هر بخش از بدن فرد دیگر را بدون رضایت وی حتی از روی لباس لمس کند و شامل مقاربت جنسی اجباری، لواط، کودک‌آزاری، زنای با محارم، نوازش و تلاش برای تجاوز جنسی می شود. اما مطلقاً محدود به اینها نیست. فرض کلی این قانون این است که فرد تا زمانی که مجبور، تهدید یا بیهوش نشود، مواد مخدر مصرف نکرده باشد، خردسال یا دارای معلولیت رشدی نباشد و به بیماری روحی و روانی ابتلا نداشته و یا باور کند که اینها جزء روند پزشکی هستند، راضی به رفتار جنسی نیست. برخی از نمونه های تجاوز جنسی عبارتند از لمس، نوازش، بوسیدن و یا هر گونه تماس ناخواسته با بدن فرد، اجبار شخص به انجام رابطه جنسی، اجبار شخص به استمنا یا ارضای شخص مقابل یا لمس و نوازش فرد، اجبار شخص به نگاه کردن با مطالب صریح جنسی یا اجبار به گرفتن عکس‌های جنسی، انجام معاینات داخلی غیر ضروری توسط پزشک، پرستار و یا دیگر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و یا لمس اندام‌های جنسی فرد به صورت غیر حرفه‌ای، غیر مجاز و نامناسب. کودک‌آزاری آسیبی هدفمند و جدی است که از سوی مراقبت کودک نسبت به وی سنگ می‌زند. بی‌توجهی نسبت به کودک به عنوان شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع کودک‌آزاری مطرح شده است و تحت عنوان عدم تأمین سرپناه، ایمنی، حمایت یا تغذیه تعریف شده است. می‌تواند به صورت جسمی، آموزشی یا احساسی باشد. بی‌توجهی جسمی، امتناع یا تأخیر در فراهم‌آوری مراقبت‌های بهداشتی، ترد کردن، بیرون کردن از خانه یا امتناع از اجازه دادن به یک فراری برای بازگشت به خانه و نظارت ناکافی است. بی‌توجهی آموزشی شامل فراهم آوردن امکان فرار از مدرسه، عدم ثبت نام فرزند در مدرسه در سن قانونی و برآورده نکردن نیاز ویژه آموزشی است. بی‌توجهی عاطفی شامل مواردی مانند عدم توجه به نیازهای کودک برای محبت، امتناع یا عدم ارائه مراقبت‌های روانشناختی مورد نیاز، سوء استفاده از همسر در حضور کودک و اجازه مصرف مواد مخدر یا الکل توسط کودک است. سوء استفاده فیزیکی، آسیب جسمی به کودک با نیت خیر یا بدخواهانه. این وضعیت شامل مشت زدن، ضرب و شتم، لگد زدن، گاز گرفتن، سوزاندن، تکان دادن و یا وارد کردن هر گونه آسیب فیزیکی به کودک است. اما تنها به این موارد محدود نمی‌شود. سوء استفاده عاطفی که به آن کودک‌آزاری روانی می‌گویند.
کودک آزاری کلامی یا آسیب روحی کودک نیز گفته می شود. شامل اقدامات یا کوتاهی از سوی والدین یا دیگر مراقبان است و می تواند منجر به اختلالات رفتاری، عاطفی یا ذهنی شود. به عنوان مثال، اشکال عجیب تنبیه مانند محبوس کردن کودک در یک کمد تاریک، اسم‌گذاری های افراطی و غیره. سوء استفاده جنسی شامل لمس دستگاه تناسلی کودک، مغاربت، زنا با محارم، تجاوز جنسی، لواط، نمایشگاه و یا بهره برداری تجاری از طریق فحشا یا تولید محصولات مستهجن کودکان است. سوء استفاده از سالمندان به معنی سوء استفاده فیزیکی، جنسی، عاطفی یا مالی از فرد مسن نیست که معمولاً توسط یک مراقب یا در خانه یا مؤسسه ناتوانی بستری شدند. سوء استفاده فیزیکی تحمیل عمدی درد یا جراحت مانند سیلی زدن، کبود کردن، تجاوز جنسی یا سلطه‌جویی. سوء استفاده جنسی تحمیل هر گونه رابطه جنسی بدون رضایت شخص. سوء استفاده عاطفی ایجاد اضطراب ذهنی یا عاطفی، درد یا پریشانی از طریق اقدامات کلامی یا غیر کلامی که مواردی از جمله مانند کودک رفتار کردن با وی، جدا کردن او از خانواده یا دوستان و ممانعت از برقراری ارتباط اجتماعی را در بر می‌گیرد. اما صرفاً محدود به این موارد نمی‌شود. سوء استفاده مالی یا مادی استفاده نادرست یا غیرقانونی از وجوه اموال یا دارایی‌ها از جمله چک کشیدن بدون مجوز، جعل امضا، وارد یا مجبور کردن وی به امضای اسناد قانونی، استفاده نادرست از حق کفالت، قیمومیت یا قدرت وکالت، بی‌توجهی، امتناع عمدی یا عدم ارائه کالا یا خدمات لازم برای جلوگیری از آسیب جسمی، پریشانی ذهنی یا بیماری‌های روانی که مواردی از جمله رها کردن، غذا ندادن و عدم ارائه بهداشت اولیه یا خدمات مرتبط با سلامت را در بر می‌گیرد، اما تنها به این موارد محدود نمی‌شود. غفلت از خیشتن با رفتاری که یک سلامت یا امنیت شخص فرد سالخورده را مورد تهدید قرار می‌دهد مشخص می‌شود. با امید بر داشتن جهانی بدون خشونت. مرسی از اینکه سخنرانی من رو گوش دادید. مرسی از شما، ممنونم سرکار خانم اسماعیلی. از دوستان همکاران گرامی، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای حمید، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون. اول از تشکر از خانم که این مطلب خیلی جامع رو تهیه کرد. من خواستم فقط بگم که توی فرهنگ ایرانی به اون میگن که یاد گرفتیم که پندار گفتار کردار نیک. وقتی که پندار نیک نشد، گفتار خشونت میشه به شکل دروغ. من اضافه میکنم دروغ رو توی جامعه ایرانی متاسفانه که از خشن‌ترین عمل هاست. توهین، تهمت، تهدید، همونجوری ایشون فرمودن. و کردار میشه همونجوری که گفتیم، اصالت دادن به خشونت، به زور، به عنوان راحت. در پندار اگر شما ما سعی نکنیم اون زشتی رو که کردار و گفتار رو ایجاد میکنه رو حل نکنیم، اون نمیتونیم بریم تو یکی یکی بگیم این گفتار و کردار از نظر من حل کنیم. باید دید که چرا تو پندار چه چیزی زشت میکنه پندار رو که این نتیجه شه. به نظر من اصالت دادن به زوره. یعنی چی؟ یعنی زور رو یک راه حل دونستن. اینو باید به خودمون تمرین کنیم که بتونیم پندار رو از اون آزاد کنیم. نتیجهش این خواهد بود که کردار و گفتار هم از نظر من تصحیح بشه. این یک نظر کوتاه بود در خدمت کار خیلی خوب هم دوست عزیز. ممنون. سپاسگزارم جناب آقای حمید. جناب آقای رایی بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. علی، خیلی ممنون از گزارش خوب در مورد خشونت از خانم، اگر درست یادم باشه، اسماعیلی. من میخوام توجه هممون رو به یک نکته در رابطه با سخنرانیشون جلب کنم و اون این هستش که موقعی که از خشونت صحبت میکنیم
لازمه به خشونت هایی که در بین خودمون هم هست توجه داشته باشیم. خانم اسماعیلی در صحبتاشون به آزار جنسی اشاره داشتن و لازمه بپذیریم که در جامعه ما آزار جنسی وجود داره. آزار و تجاوز داخل خانواده ها هم حالا اگر زیاد نیست وجود داره متاسفانه. من خودم یه موردی شنیدم از تجاوز دایی به خواهرزاده خودش. حالا این به این مفهوم هست که مسائل حاد در مورد خشونت رو نه تنها لازمه مورد توجه قرار بدیم، لازمه به جزئیات و کوچکترین خشونت هایی که در بین ما وجود داره، جدل ها و فوش و بدبیره هایی که داده میشه و حتی به شعارهایی که الان میدیم هم توجه کنیم که آیا خشونت توش هست یا نه. به عنوان مثال مرگبر آیا شعار خوبی است یا نه. مایی که داریم علیه دیکتاتوری مبارزه میکنیم اجازه داریم شعارهایی رو بدیم که نشانه تنفر هست یا حداقل بعضی ها اینه به علامت تنفر به کار میبرن. آیا ما میتوانیم بگوییم حالا ملتی که این همه خشونت میبیند، حالا از جزئیاتش بگذاریم، توجه داریم به اینکه خشونت قدرتی هست که در همه جا خودش رو پنهان کرده، در کوچکترین مسائل میتوان قدرت رو دید، در برخوردهایی که با هم داریم، در گفتگوهایی که داریم، آیا توجه داریم به اینکه هنوز یکی صحبت نکرده اون یکی نظر منفی در موردش داره و اعصابش خرابه که این چرا داره صحبت میکنه، این چرا این حرفا رو میزنه، و آیا توجه داریم به تمام زوایای خشونت و توجه داریم که همه ما در شراکتی که در خشونتی که وجود داره کم و بیش شریک هستیم. این صحبت یه خانمی است در یک دادگاه در فرانسه که موقعی که در مورد یک نوجوانی رو داشت محاکمه میکرد، خبرنگار باش صحبت کرد، گفت نظرت در مورد این محاکمه چه بود؟ گفت من از این محاکمه اینو متوجه شدم که جامعه ما چقدر مقصر در ایجاد کردن به وجود آوردن همچین فرزندانی. ما جامعه مقصره، همه ما کم و بیش باعث شدیم که همچین نوجوانایی در جامعه ما وجود داره. خانم اسماعیلی موقعی که دارن صحبت میکنن اسم نمیبرن، چون خودشون زن هستن میتوانن شاهد باشن که آزار و اذیت‌های خیابانی وجود داره نسبت به خانم‌ها در ایران و نمونه‌های نظامیش رو این روزا دیدیم. توجه داشته باشیم مسئله خشونت مسئله بسیار همه جانبه و بسیار گسترده‌ای است و لازمه که نه تنها مورد اتهام قرار میدیم، نگاه کنیم ببینیم که آیا خودمون هم همچین کاری رو در جایی از جاها کردیم یا اینکه در جاهایی حواسمون نبوده یا یه جاهایی سازش کردیم پذیرفتیم که این خشونت باشه. مثلا برادری اومده به خواهر خودش زور گفته یا پدری اومده به دختر خودش زور کرده، آیا مادر اون خونه به اندازه کافی مقاومت کرده یا خواهر اون شخص مقاومت کرده یا برادر مقاومت کرده؟ خیلی ممنون، مرسی. ممنونم آقای رایی. بله، به نکات خیلی درستی واقعا اشاره کردید و واقعا خیلی باید در موردش فکر بکنیم. مرسی از شما. از سخنران بعدی مون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای داوود لطفی با موضوع حق اعتراض در ایران. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام خدمت همکاران، عصر بخیر میگم حضور همکاران عزیزم و همکارانی که عزیزانی که ما رو از طریق برنامه و نرم افزارهای متفاوت همراهی میکنه. موضوع سخنرانی بنده در ابتدا قرار بود در مورد اعتراضات یه تاریخچه‌ای داشته باشیم و برسیم به اعتراضات امروز، ولی در فراخوانی که دیشب خوندم نوشته شده بود حق اعتراض در ایران. خاطر همین یه تداخل ایجاد شد و من دو تا متنی که آماده، یعنی یه متن آماده کرده بودم یه متن دیگه مجبور شدم بیشتر آماده کنم و ترکیبی از این دو رو خدمت شما عرض می‌کنم. بعد امیدوارم کوتاه نشه، یعنی زمان زیادی رو نگیره. اگرم زمان زیادی بود من پیشاپیش از حضورتون واقعا معذرت‌خواهی می‌کنم. اعتراضات مردمی در سراسر دنیا امری طبیعی و حق شناخته شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل. در هر جامعه یا کشوری ممکن عده‌ای اقلیت یا اکثریت
نسبت به یک موضوع، قانون یا شرایط جامعه اعتراض یا مطالبه‌ای داشته باشند. گاهی این اعتراضات با خشونت و تخریب همراهه و گاه مسالمت آمیز به پایان میرسه. اما همواره نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات که نظرها رو به خودش جلب میکنه. معمولا در کشورهایی که با حکومت دیکتاتوری اعتراضات مردم به شدت سرکوب میشه و در حکومت‌های آزاد تا زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و خشونت کشیده نشده با مماشات پلیس همراهه. در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاده. در این اصل به صراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح تاکید کرده، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران این اصل در بیشتر مواقع نادیده گرفته شده. باید توجه داشت که این اصل فصل سوم قانون اساسی جای داره که عنوان اون حقوق ملته. یعنی قانون اساسی مصوبه 58 یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته حق اعتراض بوده. نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی هاست و قید دیگری برای آن در نظر نگرفته. تنها دو امر در قانون اساسی شرطه. اول اینکه تجمع مسلحانه نباشه و دوم اینکه تجمع مخل به مبانی اسلام نباشه. البته این شروط دست مجری قانون را برای کنترل و سرکوب باز میذاره و به راحتی با یک اتهام علیه مبانی نظام تمامی اعتراضات قابل سرکوبه. ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و جمهوری اسلامی تمام مفاد اون رو ملزم به اجراه. رئیسی در سفر اخیر خودش به سازمان ملل و سخنرانی خودش در اون مجمع جمهوری اسلامی رو یکی از کشورهایی اعلام کرد که به طور کامل اعلامیه حقوق بشر در اون اجرا میشه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده ماده 20ش هر کس حق داره آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسلمت آمیز تشکیل بده و هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. همچنین ماده 1 میثاق بین الملل مدنی و سیاسی بیان میکنه حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشه. برای این راهپیمایی ها گرد همایی ها اگرچه در قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در موردشان پیش بینی نشده بود، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزاری تجمعات رو منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور میکرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت، اما در نهایت این امر قوانین جمهوری اسلامی راه پیدا کرد. به نظر میرسه اخذ مجوز امری برخلاف قانون اساسی باشه، زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمیتونه قانون اساسی رو تخصیص داده و محدود کنه، مگر اینکه در خود قانون اساسی اجازه اون به مجلس شورا سپرده شده باشه. در نهایت بر اساس بند 6 ماده 11 قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال 1395 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و هست. بر اساس بند خیه ماده 13 قانون مذکور، برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات احزاب میبایست با رعایت بند 6 ماده 11 و همچنین اصل 27 قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام بشه. البته بر اساس همین بند آیین نامه به تصویب هیئت وزیران هم رسید که مکانهای مشخصی رو برای برگزاری تجمعات در نظر باید بگیریم. دیوان عدالت اداری بعدتر مصوبه رو به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد. با توجه به قوانینی که در بالا گفته شد، در حال حاضر برگزاری تجمعات تنها از جانب احزاب قابل انجامه. در مورد اشخاص حقیقی و درخواست آنها برای هر گونه تجمع، اما سیاسی غیر سیاسی، هنوز قانونی مشخصی وجود نداره، ولی طرحی در مجلس در همین مورد در دست بررسیه. برای درخواست مجوز تجمع باید به کمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه کرد.
این کمیسیون زیر نظر وزارت کشور با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده. دبیر کل احزاب موظف حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مراتب رو به اطلاع مسئولان زیر ربطش برسونه. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضاشون رو در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه که متضمن موارد زیره حداقل 3 روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری ارائه بدن. 1. اعلام موضوع، زمان، مکان تجمع یا راهپیمایی. 2. اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواستشون رو برای رسیدگی کمیسیون بر اساس اصل 27 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه به وزارت کشور ارائه کنند. برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام میشه با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوطه و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی مشمول این حکم نیست. فرمانداری موظف به محض دریافت تقاضا تجمع اون رو به استانداری ارسال کنه. استانداری موظف به محض دریافت اون رو به دبیرخونه کمیسیون ماده 10 بفرسته و نسبت به شروع مراحل و رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز دلایل رو در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کنه. دبیرخونه موظف تقاضای موضوع این ماده رو خارج از نوبت در دستور کار اولیه جلسه فوق‌العاده کمیسیون قرار بده و در اکثر ظرف 12 ساعت نظر کمیسیون رو به استانداری اعلام و ارسال کنه و تمام فرایند نباید بیشتر از 3 روز کاری طول بکشه. صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک برای چند حزب یا چند جبهه بلامانه، لیکن صدور مجوز همزمان برای 2 یا چند تجمع در 1 زمان و 1 محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای 2 یا چند راهپیمایی در 1 زمان و 1 شهر ممنوعه. تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی هر گونه فراخوان در رسانه و فضای مجازی از سوی برگزار کننده ممنوعه و فراخوان هایی که پس از صدور مجوز صورت میشه باید در چارچوب مجوز صادر شده باشه. پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی احزاب متقاضی باید هر گونه تغییر احتمالی در زمان، مکان، موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند. مسئول تأمین امنیت تجمع و راهپیمایی های قانونی نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه ها تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری راهپیمایی مسئول ممنوعه. شوراهای تأمین محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمع راهپیمایی‌ها تعیین می‌کنند و سعی می‌کنند مراسم در این محل‌ها برگزار بشه. محل‌های تعیین شده در داخل شهر هاست و ویژگی‌های دیگر آن به وسیله دبیرخونه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام میشه و در هر صورت به پیشنهاد احزاب متقاضی و تایید شورای تأمین میشه تجمع را در محل دیگری هم برگزار کرد. به منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف حداقل 1 هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون موضوع را به صورت کتبی به دبیر کل حزب مربوط اطلاع بده. اما یه پرسش اینجا مطرح میشه که در این 43 سال گذشته آیا حزبی یا گروهی موفق شدن چنین مجوزی دریافت کنند؟ قانون اساسی اجازه برپایی اعتراضات مسالمت آمیز رو داده، ولی تا کنون هیچ حزب و گروه سیاسی نتونسته که از این حقش استفاده کنه، زیرا عده‌ای تصور می‌کنند معترضان معاند یا برانداز هستند و از آن سو هم عده‌ای فکر می‌کنند که اعتراض باید به خشونت همراه باشه، در حالی که اعتراض باید بدون آسیب رسیدن به اموال عمومی یا اموال مردم باشه. خلاصه اینکه با توجه به آنچه بیان شد در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم بدون هیچ قید و شرطی اما در حال حاضر این حق توسط برخی قوانین منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده و تقاضای آن صرفاً از جانب احزاب پذیرفته میشه. البته اینکه در عمل به چه مقدار چنین چیزی محقق می شود بحثی دیگه است. در واقعیت اما هنوز پس از گذشت سالها از حاکمیت جمهوری اسلامی سازوکاری مشخص برای تحقق حق اعتراض تعیین نشده.
یک قانون عادی ایجاد کردند که باعث تخفیف و محدودیت قانون اساسی شده که در تاریخ قانونگذاری دنیا بی سابقه است که باید وزارت کشور مجوز اجتماع بده که البته در این 43 سال هم هرگز مجوزی صادر نشده. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به آنها داده نمی شود و با آنها به شدت برخورد می شود. از اولین روزهایی که خمینی رو وارد ایران کردند و جمهوری اسلامی شکل گرفت تا به امروز که دیکتاتور بزرگ خامنه‌ای خونخوار و قاتل در رأس این هرم قدرت دیکتاتوری نشسته، شاهد برپایی تظاهرات و اعتراضاتی بودیم که می توان گفت به جرأت تمامی به خشونت کشیده شد و چه انسانهایی که دستگیر، شکنجه، اعدام، کشته و ناپدید نشدند. در ادامه نگاهی میاندازیم به این اعتراضات. نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی اعتراض بانوان به حجاب اجباری بود که 25 روز دقیقاً 25 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 57 و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. این اعتراض در پی چاپ سخنرانی خمینی به عنوان تیتر اول در روزنامه اطلاعات مورخ 16 اسفند 57 آغاز شد. در این مطلب با عنوان نظر امام درباره حجاب اومده بود. الان وزارتخانه ها آن طور که برای من نقل می کنند باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشند. چاپ این مطلب برای با راهپیمایی های پراکنده در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعدش یعنی 17 اسفند کارکنان زن بدون حجاب اجازه ورود به محل کار خودشون رو نداشتند. همزمان در دانشگاه تهران هم تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شده، اما در میانه راه با خشونت اعضای کمیته انقلاب اسلامی مواجه شد. مردانی که فریاد می‌زدند یا روسری یا توسری به صف معترضان به حجاب اجباری یورش بردن و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی متوسل شدند. تو اون روزها طالقانی به روزنامه اطلاعات گفته بود در مورد حجاب اجباری در کار نیست. با این وجود اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران هم ادامه پیدا کرد. اما به مرور و به خصوص پس از گذشت طالقانی حجاب برای بانوان اجباری شد و تبدیل به یک قانون شد و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و شاهد آخرین تظاهرات هستیم. به زودی این نظام دیکتاتوری به پایان میرسه. آمین. دومین اعتراض مربوط به اعتراض خرداد سال 60 با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق هم سازماندهی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خودش نوشته روز یکشنبه 17 خرداد برای جلوگیری از انتشار اعلامیه بنی صدر روزنامه‌های انقلاب اسلامی، میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی به تشخیص شورای عالی قضایی موقتاً تعطیل شد. معلوم شد تصمیم گرفته شده این اعلامیه از رادیو و تلویزیون هم پخش نشه. روز شنبه 30 خرداد از ساعت 4 بعد از ظهر که عدم صلاحیت بنی صدر اعلام شد، گروه‌های مجاهدین خلق، پیکار، رنجبران و اقلیت فدایی برای ایجاد آشوب به خیابان آمدند و با کمیته و سپاه درگیری نظامی پیدا کردند. این درگیری‌ها در شهرهای مختلف ایران چون اصفهان، تبریز، اهواز، بندرعباس و چند شهر بزرگ به وقوع پیوست و اعلام شد در تهران حداقل 50 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. برای اولین بار پس از انقلاب ضد سلطنتی و به صورت رسمی و طبق فرمان خمینی که همان روز از رادیو قرائت شد به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و ده ها تن کشته، صدها تن زخمی و مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندان ها و شکنجهگاه ها شدند. قداست خمینی از بین رفت. شعار مرگ بر خمینی به میان مردم رفت و خمینی که در روزهای اول ورودش به ایران در ماه دیده می شد مشروعیت خودش را از دست داد و فقط با ضرب سرکوب و کشتار به حکومتش ادامه داد. درگیری خرداد 60 به نقل از بسیاری از تحلیلگران اتفاقی بود که تضادهای سیاسی را وارد مرحله غیر قابل بازگشت کرد. در آغاز دهه 70 شمسی با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ، توی پرانتز خدمتتون میگم که خود خمینی اون رو به پا کرد، 8 سال اون رو طول داد و در نهایت پس از شهید شدن بیشمار فرزندان این مرز و بوم، از بین رفتن کلی تجهیزات نظامی و ثروت ایران، جام زهر نوشید و پایان مفتزهانه اون رو شاهد بودیم. افزایش نرخ تورم داشتیم تا 49% 49.4% دقیقش. شوک اقتصادی بزرگ بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی در سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت و در چندین مورد مردم رو به خیابون‌ها کشوند. 9 خرداد 71 در مشهد تصمیم به تخریب بخشی از محله معروفی به نام کوی طلاب مشهد توسط بلدوزرها با مخالفت ساکنان خیابان تبرسی روبرو شد و
بنابر گزارش ها در جریان این درگیری از سوی ماموران به یک دانش آموز شلیک شد و این مقدمه‌ای برای یک اعتراض گسترده و پرخشونت بود. روز بعد نیروهای سپاه پاسداران به منطقه اعزام و با یک سرکوب خونین این قاله را به پایان دادند. مقام های رسمی هیچگاه آماری از مجروحان و کشتگان این حادثه اعلام نکردند. مرداد 73 طرح استانی شدن قزوین در مجلس رأی نیاورد، باعث اعتراض مردم شد. این اعتراض با بستن جاده‌های استان توسط معترضان آغاز شد و خیلی زود به دخالت نیروی انتظامی و خشونت کشیده شد. مردم خشمگین به چندی سینما و بانک خسارت واده کردن، اوضاع از کنترل مقامات خارج شد. این بار هم سپاه با لشکر سید و شهدا به میدان اومد. موج عظیمی از سرکوب مسلحانه و دستگیری به راه افتاد و این حرکت اعتراضی به پایان رسید. دهه 70 شامل یه اعتراض دیگه بود. مردم اسلام شهر که از قشر کم درآمد جامعه به حساب می اومدن، نسبت به گرانی ها به خصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودند. جرقه این حرکت از روستای اکبرآباد و اعتراض به جیره‌بندی آب آغاز شد، به سرعت به سایر روستاها و شهرک ها رسید. مردم معترض که پاسخ قانع کننده از فرمانداری و شهرداری نگرفته بودند، مسیر جاده ساوه به چاردونگر رو مسدود کردند. پس از 2 روز تقابل مردم و نیروی انتظامی، دوباره لشکر سارالله سپاه و پلیس ضد شورش وارد میدان شد و به سرکوب معترضان پرداخت. یکی از شاهدان عینی ماجرا به العربی فارسی در مورد این واقعه گفته بود از ساعت 7-8 شب منطقه شبیه منطقه جنگی شده. دود حاصل از آتش زدن لاستیک‌ها، تیکه‌های خون مردم روی زمین، صدای مسلسل و حتی دستفروش‌های چهاردونگی خبری نبود. رانندگان تاکسی خطی هم وجود نداشتند. این درگیری 3-4 روز به طول کشید و نیروهای امنیتی از آسمان و زمین به سرکوب مردم پرداختند. این اعتراض هم خاموش شد. بیشک در بین حوادث مختلف دهه 70 خورشیدی، یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکات اعتراضی حادثه کوی دانشگاه بود. هنوز هم تصاویر پرت کردن دانشجویان از پشت بام خوابگاه به دستور قالیباف را هر وقت به نظاره می‌نشینیم، تمام وجودمان از این همه بیرحمی و قساوت قلب به درد میاد و مملو از خشم میشیم. و این خود قوتی است تا امروز محکمتر از همیشه به دنبال نابودی این رژیم از ضحاک باشیم. روز 17 تیر روزنامه‌ها از تعطیلی روزنامه سلام خبر دادند. اولین تجمع در اعتراض به توقیف روزنامه سلام 9 شب در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفت و بعد از چند ساعت به شکل مسالمت‌آمیز پایان یافت. اما بامداد 18 تیر لباس شخصی‌ها به همراه برخی ماموران امنیتی به کوی دانشگاه حمله کرده، به ضرب و شتم و بازداشت عده‌ای از دانشجوها پرداختند. این یورش آغازگر چندین روز اعتراض‌های سراسری دانشجویان و مردم در بسیاری از شهرهای کشور بود که تا 23 تیر ادامه پیدا کرد. ابعاد این حرکت به قدری در اذهان عمومی گسترده بود که موجب شد مصطفی معین وزیر علوم خاتمی از سمت خودش استعفا بده. همانند سایر رویدادهای اعتراضی، هیچگاه از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها، بازداشت شدگان و وقایع کوی دانشگاه آمار رسمی ارائه نشد. هنوز از سرنوشت دست کم 2 دانشجوی بازداشت شده در اون اعتراضات خبری نیست: فرشته علیزاده و سعید زینالی. حتی بعدها یک کمیته حقیقت‌یاب از طرف دولت برای بررسی این موضوع ایجاد شد، ولی تا به امروز خبری از این نتایج نیست. در دهه 80 جنبش سبز با پایان انتخابات ریاست جمهوری 88 اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج انتخابات رو نپذیرفت و 3 روز بعد در تاریخ 25 خرداد از حامیان و معترضان به نتایج انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کنند. این راهپیمایی ها که به قول برخی از ناظران بزرگترین راهپیمایی غیر حکومتی بعد از انقلاب 57 بود، با تیراندازی برخی از نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد. برخلاف سایر حرکت های اعتراضی، این بار هم تلفن های همراه فرصتی بود تا وقایع را به تصویر بکشه و به وسیله اینترنت در اختیار مخاطبان جهانی بذاره. تصویر جان باختن دختر 27 ساله‌ای به نام ندا آقا سلطان، اون رو به نمادی از مبارزه مردم در آن دوران بدل کرد. حکومت به سرعت اینترنت رو محدود در مواردی کاملا قطع کرد. خبرنگاران خارجی رو به سرعت از ایران خارج کرد تا اجازه انتشار این اخبار داده نشه. اما دامنه این برخلاف اعتراض‌های پیشین گسترده‌تر بود. معترضان از هر فرصت و مراسم حکومتی برای حضور در خیابان‌ها بهره می‌گرفتند. از مراسم روز قدس گرفته تا فوت حسین علی منتظری، حتی تا سوا و شورای همان سال که یکی از خونی‌ترین روزهای این قیام بود. طبق آمار حداقل 12 تن در تهران در روز عاشورا جان باختند. حجم گسترده سرکوب به قدری بود که میرحسین موسوی به صراحت از به زیر انداختن افراد به بیکنا از روی پل‌ها و بلندی‌ها و تیراندازی‌ها و آدم زیر کردن‌ها و ترورها یاد کرد. ابعاد رسانه‌ای این حادثه باعث بروز واکنش بین‌المللی شد.
ولی حکومت با برگزاری یک راهپیمایی در 9 دی همان سال پایان این حرکت را اعلام کرد و هر سال در سالگرد این رویداد مراسمی برپا میکنه. دهه 90 اما شامل اعتراضات گسترده تر بود. افزایش فشار اقتصادی، بسته در شدن فضا برای انتقاد، ناامیدی از آینده، تأثیر فراوانی بر نحوه اعتراضات در سالهای دهه 90 خورشیدی داشته. اعتراضات دیماه 96 از مشهد آغاز شد، اما به سرعت گسترش پیدا کرد، ماهیت اون تغییر کرد و به سرعت اصل نظام را هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای اون حرکت اعتراضی اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا بود. برخی از کارشناسان این اعتراضات رو که بدون هیچ گونه سازماندهی و به سرعت در کشور گسترش پیدا کرده بود، اعتراض اخشار بی‌پناه و نادیده گرفته شده جامعه خونده بودند. اما این اعتراضات هم با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگرش آماری از کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نشد، اما تشکیل گروه‌هایی مثل مادران داغ دیده نشون میده که تعداد کشته شدگان این حرکت اعتراضی کم نبوده. تظاهرات مرداد 97 مجموعه تظاهراتی است که از سه‌شنبه 9 مرداد در بحبوحه افزایش قیمت طلا و رشد شتابان قیمت سکه و کاهش ارزش ریال در برابر متاسفانه آقای لطفی مثل اینکه اینترنتشون مشکلی پیش اومد و سخنرانیشون نیمه تمام بود. اگر که زود پیوستن به جمعمون که حالا ادامه سخنرانیشون میشنویم، اگر که نه خب سراغ سخنران بعدی میریم. من یه نکته فقط خواستم بگم در رابطه با سخنرانی جناب آقای لطفی. اشاره کردن که شروع در واقع بعد از انقلاب 57 شروع اعتراضات به درباره حجاب اجباری بود. من اینجا رو فقط به فال نیک میگیرم، واقعا یعنی به فال نیک میگیرم که امیدوارم آخرین در واقع اعتراضاتی که برگزار میشه توی این حکومت در رابطه با همین بحث حجاب اجباری باشه و همینجا ببینیم که این ماجرا ختم به خیر میشه. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. واقعا شرمنده. ادامه میدم. تظاهرات به سرعت فراگیر شد، از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، نیشابور، کرمانشاه، همدان، قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز، ارومیه و قم و تنکابان هم به تظاهرات پیوستند. بر اساس گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در جریان اعتصاب ها و تظاهرات، نیروهای امنیتی ایران با گاز اشکاور به معترضان حمله کردند. از جمله شعارهای معترضین در این تظاهرات مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، روحانی حیا کن، مملکت رو رها کن، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا و غیره بودند. آبان 98 اجرای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش 200% قیمت سوخت یک شبه مردم رو به شوک فرو برد. برخی از رانندگان در یک حرکت اعتراضی اتومبیل‌های خودشون در خیابون خاموش کردند تا اعتراض خودشون به نمایش بذارن، اما با سرکوب نیروهای امنیتی اعتراضات آبان 98 به سرعت به یکی از خونبارترین حوادث بعد از انقلاب منتهی شد. جمهوری اسلامی که سابقه فشارهای بین‌المللی را در پی انتشار تصاویری از سرکوب خشونت 88 تجربه کرده بود، به یکباره کل اینترنت را دسترس خارج کرد و به شدیدترین وضع ممکن این اعتراضات را سرکوب کرد. اعتراضاتی که 3 روز به طول انجامید، اما طبق تازه‌ترین آمار عفو بین‌الملل دست کم 323 نفر و به گفته رویترز بالغ بر 1500 کشته بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان دست کم 10 زن و 22 کودک به چشم می‌خوره. در گزارش آمده اغلب کشته شدگان بر اثر اصابت گلوله به سر یا بالا تنه کشته شدند. در نهایت حکومت هیچ آماری در مورد کشته شدگان، زخمی‌ها، بازداشتی‌ها ارائه نکرد. متاسفانه در ایران کوچکترین حرکات، تجمعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان به دلیل ترس از گسترش اونها با خشونت سرکوب میشه. در این میان اعتراضات کوچک در شهرهایی که از ایران نیز اتفاق افتاده بود تا به امروز که بعد از گذشت حدود 45 روز از شروع این خیزش اعتراضاتی که با قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد رقم خورد و اسم اون امروز کلمه رمز شده، این خیز
رمز این خیزه شده، به طوری که در سراسر این کره خاکی همه نام اون رو به زبون میارن و از این جنبش با شعار زن زندگی آزادی حمایت میکنه. در این میان نیز بسیاری از جوانان و کودکان و مادران ما را با شلیک مستقیم گلوله و ضربات باتوم پرت کردن از بلندی و تجاوز غیره از بین بردن و خونشان را ریختن. طبق آمار دیدبان حقوق بشر بیش از 300 نفر که تا الان کشته شدند که حدود 1% اونها رو کودکان تشکیل شدن. اما الان با همیشه متفاوته. بچه های دهه 80 و 90 توی خیابون هان از هیچی نمی ترسن، چرا که چیزی برای از دست دادن ندارن. اونها همین الانشون هم مردن، فقط جسمشون رو که حرکت میکنن. در تمامی اعتراضاتی که در بالا گفته شد یک نکته مشترک وجود داره و اون سرکوب وحشیانه توسط لباس شخصی های مزدور و بسیجی های جیره خوار بوده و ندادن حق اعتراض به مردم، حقی که در قانون هم آمده ولی مانند سایر حقوق مردم از اونها گرفته شده و فقط ظلم و صدم و فلاکت جایگزین شده. البته اما این بار کارت به استخون رسیده و این دفعه هدف کل نظامه و همه ایستادیم یک دل تا کار رو یه سره کنیم و خامنه ای ابلیس و تمام مزدورانشون رو به سزای اعمالشون برسونیم. من رو ببخشید اگه مقدار طولانی بود و وسط صحبتام قطع شد. امیدوارم که به زودی این اعتراضاتی که شکل گرفته تموم بشه و بیشتر از این ما غم و غصه نبینیم و درد نکشیم از این همه پرپر شدن عزیزانمون. ممنون از وقتی که در اختیار بنده دادید. مرسی از شما، ممنونم جناب آقای لطفی، خستم نباشید واقعا. از دوستان و همکاران گرامی اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای حمید بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بخشید ما امروز وقتتون دارم میگم. خیلی ممنون از صحبت های شما. من بعضی جاها با شما یک سر اختلاف داشتم، ولی قبل از که به اختلاف ها برسم بگم از این که دوست داشتم بگید که چه نتیجه میخوای از تجربه انقلاب بگیریم که دیگه تکرار نشه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه که صحبت شما نبود این که در انقلاب، در جریان انقلاب، مردم ایران خودجوش خشونت زدایی رو روش کردن، گل و بر گلوله پیروز کردن. بعد از سقوط شاه گروهای خشونت طلبی رو شعار کردن، از جمله کمونیستای خط استالین و استالینیستا. اونا خیلی دنبال این بودن که خشونت انقلابی است. دادگاه انقلاب درست شد، اعدام انقلابی تو مطرح شد و خشونت زدایی جاشو داد به خشونت طلبی. وقتی روزنامه آیندگان تعطیل شد چون یه مطلبی نوشت که درست نبود، به جای اینکه آزادی روزنامه ها حفظ بشه و مردم حفظ کنن اونو، چون خشونت طلبی رابطه عصب شده بود، روزنامه آیندگان راحت بسته شد. اعدام های بدون محاکمه عمل شد. این هاست که باید بگیم برای فردا. و اینه که مهمه که اینه که وقتی شما میخواید صحبت میکنیم از تجربه انقلاب، نیام بگیم خمینی رو آوردن. خمینی کسی نیاورد، مردم ایران آورد. ببینیم چه اشتباهاتی کردیم، چه ضعفایی داشتیم، تکرار نشه. حق با شماست. وقتی که شما اومدید نظام دینی یا نظام مرامی گذاشتید به نام دین، مرام لباس تنمون میکنن، چه ما او باشه چه آقای خمینی باشه. بنابراین تجربه بگیم پس نظام مرامی یا نظام دینی دیگه نه. ایناست که امروز اصل به قول شما وقتی که میگید امیدواریم از این استبداد هم گذر کنیم که ریشه تاریخیش دستگاه استبداد دینی است، فرقش با ریشه تاریخی شاهنشاهی که دو تا ریشه متفاوتن، یکی از یکی رد شدیم، یکی هم انشالله رد میشیم. باید همین تجربه ها رو بذاریم جلومون که همونجوری که گفتی وقتی دولت دینی یا مرامی نشد، بنابراین کسی حق نداره به کسی بگه چه لباسی بپوش، چه جوری فکر کن، چه جوری دین انتخاب کن، چه جوری دین انتخاب نکن، چطوری حقوق برابر بین زن و مرد، قوم، هر جنسی، هر دین یا مرام حفظ بشه. چیزی که نبود. وقتی قانون اساسی می‌نویسن باید رجل بنویسن که یعنی خانم‌ها نه،
البته بگم در قانون انقلاب فرانسه هم همین بازی رو درآوردن. تا سالهای خیلی نزدیک، خیلی هم ندور، زنها حق رأی نداشتن در فرانسه. ولی میخوام بگم از الان وقتی شما این تربت ها رو میکنیم، بگیم چی آموختیم و چگونه میخواهیم، اون مهمش اینه، چگونه میخواهیم مانع بشیم که دوباره تکرار بشه. خود به خود بهتون قول میدم اگر عمل نکنیم دوباره به نام انتقام گیری، به نام اینکه اینها چنان خون ریختند که باید چنان بشوند، از بد بد بدترین کارها رو شروع خواهند کرد و بعد یه روزی بهترین ها همینجور قربانی میشن. ممنون از صحبتشون. ممنون. مرسی از شما جناب آقای حمید. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. خیلی خیلی ممنون از صحبت ها، از سخنرانی های خوب و از نظرات آقای حمید رفیع، خواهرزاده آقای بنی‌صدر هستن. ایشون از شخصیت بسیار شناخته شده و از کسانی هستن که جزئیات رو میدونن، بنابراین قدر آدم های مثل این آقای حمید رفیع رو بدونیم. چرا اینو میگم؟ به این علت که هم دو سخنران ما، هم آقای لطفی و هم آقای احمدی خوا، این جرأت رو داشتن و این توانایی رو داشتن که به حوادث دو سال اول انقلاب توجه کنن، دو سال و نیم اول انقلاب توجه کنن که سانسور میشه در رسانه های بزرگ مثل بی بی سی و رادیو فردا و نمیدونم چیز امریکا، به میزان زیاد سانسور میشه، یا اگر هم سانسور در مواردی گفته میشه به صورت مقاله های تخصصی هست، در روزمره ها نیست. و بنابراین اسم بردن به عنوان مثال از آقای بنی صدر جرمه تو این رژیم، سرغفلی خیلی ها مخالفت با او. چرا؟ در مورد حجاب صحبت شد، ایشان و گفتن که آقای طالقانی حمایت کرد، خانم ها پیش آقای بنی صدر هم اومدن، اون رئیس جمهور نشده بود. آقای بنی صدر به خانم هایی که در اون تظاهرات بودن گفتن چی؟ حمایت میکنم از شما ولی وایسی بیستید، مقاومت کنید، جا نزنید. خانم ها در اون زمانی که تظاهرات رو کردن، خمینی صاحب ستونپایه های قدرت مثل سپاه، پاسداران، بسیج اینا نبود، دولت موقت، حکومت موقت بازرگان اینا رو ایجاد کرد و بنابراین خمینی که در مشت ما بود و با یه تظاهرات بزرگ خانم ها و با حمایت آقایان طالقانی، آقای بنی صدر عقب نشینی کرد، بعد آمد با اون ستونپایه های قدرت در سال 1361، یعنی بعد از کودتا، حجاب رو رفسنجانی اجباری کرد. پس بنابراین مقاومت مردم در اون دو سال خوردی کم و بیش و محبوبیت شدید آقای بنی صدر در اون موقع با 77% انتخاب شد، در نظرسنجی که اوایل خرداد 60 شد 92% ایرانی ها طرفدار ایشون بودن. بنابراین در اینجا دارم به یک نکته ای رو که آقای احمدی خواه مطرح کردن اشاره می کنم، که ایشون گفتن به ابتکار سازمان مجاهدین تظاهرات 30 خرداد برگزار شدن، سازمان مجاهدین هم بود. آقای بنی صدر رئیس جمهوری بود که اینقدر محبوبیت داشت و اینقدر موفق بود تو کار خودش که مجبور شدن کودتا کنن، اون رو کنار بذارن. اون هم با چه کاری؟ با ترک جبهه‌های جنگ دادن سپاه پاسداران. شما میدونید که موقعی یکی ترک جبهه جنگ میکنه در جنگ میزنن، از خودش رو میکشن، چون داره خیانت میکنه و داره مقاومت رو پایین میاره. سپاه پاسداران ترک جبهه دادن، تهران اشغال نظامی کردن، مجلس اشغال نظامی کردن، کودتا کردن. چرا؟ برای اینکه آقای بنی صدر موفق بود، اینا میگفتن جنگ تمام بشه، جنگ هم تمام شده بود، ما پیروز هم شده بودیم، هم صدام امضا کرده بود پایان جنگ رو، هواپیما داشت میامد تهران و اینها چه کار کردن؟ خبر دادن به این هیئت که نیاد ایران، یه تجزیه تحولی در ایران در حال رخ دادن است و کودتا کردن، گذاشتن کنار. پس موقعی همیشه یادمون باشه دموکراسی رو با کودتا برمی‌دارن، استبداد با جنبش عمومی برمی‌دارن. پس کودتا نشانه موفقیت هستش و 30 خرداد 60 از جمله سازمان مجاهدین فراخوان دادن، نه فقط سازمان مجاهدین، و بعد عکس مسعود رجوی رو بالا آوردن. همون بعد از ظهر 30 خرداد مردم دیگه نیومدن تو تظاهرات، یعنی از یه طرف رژیم فشار رو آورد، از یه طرف اشتباه سازمان مجاهدین، حالا اگر این تحلیل درست باشه. پس بنابراین توجه شما رو جلب می‌کنم
که به تدریج اینا دیکتاتور شدن و روز به روز در استبداد خودشون اضافه کردن و به میزانی که مقاومت کردیم عقب نشینی کردن. پس نقش عقب نشینی خودمون رو دست کم نگیریم. نکته ای رو آقای لطفی گفتن که من نقد دارم بر نظر ایشون. ایشون گزارششون بسیار خوب بود، اما در مورد دهه 80 ها چه گفتن؟ گفتن که اینا دیگه چیزی رو ندارن از دست بدن. این تجزیه تحلیل غلطه. این تجزیه تحلیل همون تز آخوندها رو و تز اونهایی رو که حالا خراب بشه بالاخره به جایی میرسه که مردم منفجر میشن و تایید میکنه. نه اینطور نیست. یا آخوندها میگن که بذاری خراب بشه برای که صاحب زمان بیاد ما رو نجات بده. این فکر غلطه. جنبش دهه 80 ها تحول کردن که میان تو خیابون. دهه 80 نه به این علت که برای اینکه نسل قبلی هم خیلی زجر کشیدن. چرا آمدن تو خیابون؟ برای اینکه نسل‌ها با هم همراه شدن. برای اینکه تحول حقوقی کردیم ما. این توانایی ماست، نه از رو ناچاری و اینکه دیگه به جای رسیدن که مجبورن بیان تو خیابون. خیلی ممنون، مرسی. متشکرم جناب آقای رایی عزیز. ممنون. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش می‌کنم. می‌شنویم شما رو. درود مجدد و سپاس از آقای لطفی بابت سخنرانیشون. من می‌خواستم در مورد سخنرانی آقای لطفی یک نکته نظری بگم، ولی آقای حمید و آقای رایی نکاتی رو عنوان کردن که من می‌خوام، یعنی برام شبهه است. رومان یک شخصی که خب اون دوره پهلوی رو که خب من ندیدم، چش بازگرم انقلاب شده و جنگ شده و بعدش هم این مسائلی که به وجود اومده. خب یک انقلابی رخ داده سال پیش از سال 57، افرادی بودن که خودشون رو نماینده کل مردم دونستن و تغییر و دگرگونی رو برای همه جامعه در نظر گرفتن. این تا اینجا درست. حالا آقای حمید، آقای لطفی می‌فرمایند که خمینی رو بر سر کار آوردن. آقای حمید میگن که نه، مردم خمینی رو آوردن. چرا همیشه مردم مقصرن؟ عزیزان شما نسل 57 که یک همچین انقلاب، اگر انقلابتون خوب بود که نباید به این نقطه میرسید. چرا همیشه مردم رو مقصر میدونید؟ آیا شما نماینده کل مردم بودید؟ از کل مردم اومدین نظرسنجی کردین که آقا تحول و دگرگونی و انقلاب میخواین اون موقع؟ این یک. دو، این که میان از آقای بنی سعد هی تعریف و تمجید میکنین. من میخوام ببینم اقتصاد اسلامی رو کی تزشو داده؟ حکومت اسلامی رو کی تزشو داده؟ آقای بنی سعد رو داده. چطور میان اینقدر تعریف میکنین؟ مگه آقای بنی سعد خدا بوده که مبرا باشه از همه چیز؟ ممنونم. مرسی از شما جناب آقای شایگان. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم. میشنویم شما. درود مجدد دارم. خیلی ممنون از آقای لطفی عزیز برای سخنرانیشون. و اینکه آقای لطفی این اسمتون اسم یه شخصی دیگه است، اگه خواستی تغییرش بدید، چون اگر خواستن آره. این مورد. و در مورد صحبت‌های دو عزیز آقای حمید و آقای رایی، در مورد صحبت های رایی میگم، من چون میخوام 3 دقیقه بگم زمان خیلی عدس ندم. در مورد این که نمیدونم گل بدیم، من با گل و اینا کاملا مخالفم. حالا هر نظری هر شخصی داره برای قابل احترامه، ولی با گل و اینا کاملا مخالفم. چون همین انقلابی که در مورد صحبت میشه دیگه، من فکر کنم نسل جدید رو نمیشه گول زد. میاد میگید انگلیس نه، اون پوسترهای خمینی رو کی چاپ کرد؟ عکسشو همه دیدن، فیلماش همش هست. نسل جدید نمیشه گول زد با اشخاص، اسم یا هر کس. من کلا با مقدسگرایی یا کسی رو بزرگ کنم کلا مخالف. هر کسی میخواد حامد اسماعیلی بیاد اینجا الان صحبت کنه، میخواد علی کریمی بیاد اینجا صحبت کنه، ما هممون برابر. این اعتقاد اول من. و اینکه اون جسار رو کی اومد داد به اون اشخاصی که اومدن انقلاب کردن به اصطلاح 57، اون تفنگا رو کی داد بهشون که خمینی ازشون پرسید؟ گفت من نمیدونم بابا، ما هم میدونیم، حالا ما موقع دنیا نیومدیم، ولی ما فیلم ها رو که دیدیم، عکس ها رو که دیدیم. این نسلی که الان اومده داره اعتراض میکنه همه اینا رو دیده.
ما همش و همه جورش رو دیدیم. ما هم خسته ایم هم دنبال حقمونیم و کاملا با این صحبت ها من به شخص مخالف دنبال صحبت دو نفره هم نیستم، چون بخوایم دو نفره صحبت کنیم باید همش ادامه بدیم، اما نظرم رو اعلام کردم و این که ما دنبال این نیستیم که حتی اگر انقلابی هم رخ بده ما دنبال کشتن کسی نیستیم، ما دنبال عدالتیم، ما دنبال حقمونیم. کسی که اومده کشته باید محاکمه بشه و من این که میگن فقط مردم فقط مردم، اینم کاملا مخالف. بازم تاکید میکنم هنوز عکس و فیلم هایی که اومد خود همین انگلیسی ها چاپ میکردن پوستر خمینی و هنوز وجود داره. هنوز جالبش اینجاست، هنوز دستبند ها و گازه اشکاوری که الان هم میزن هم مال انگلیسه دیگه. بابا ما میگم باز تاکید میکنم نسل جدید رو نمیشه گوزد. مرسی. مرسی از شما جناب آقای سبزیان. جناب آقای حمید بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ببخشید من خواستم فقط چند تا چیز توضیح بدم خدمتتون. ببینید یکی از بزرگترین ضعف‌های ما که هر دفعه مطلب می‌نویسم و تکرار می‌کنم اینه که هر دفعه شکست در تجربه رو عیب به تجربه می‌دونیم و تجربه ها رو نصف کاره ول می‌کنیم. بعد از مدتی دوباره تجربه جدید شروع می‌کنیم بدون اینکه علت‌های شکست تجربه قبل رو بفهمیم. نتیجه‌اش اینه که 200 سال سه تا انقلاب کردیم هنوز نتونستیم دموکراسی در ایران بسازیم، برای خاطر اینکه هر دفعه که کودتای جدیدی شد و اون جنبش شکست خورده فکر کردیم جنبش اشکال داشته. به قول آقا ما رو دیگه نمیشه گول زد، از این حرفا می‌زدیم و فقط می‌گذشتیم از جنبش. نجونم اینجور نیست. جنبش اینجا توی غرب اگه روش کردن برای خاطر اینکه شکست و پله موفقیت دونستن رفتن پای هر شکستی. علمش هم همینطور، تو علم اگه قرار بود که هر تجربه شکست بخوره برش کنن برن یه تجربه جدید شروع کنن هیچ وقت علم پیشرفت نمیکرد. دنبال کردن ببینن شکست ها علتاش چی بوده، ضعف ها چی بوده، تصحیح کردن، قوت تبدیل کردن به قوت، رفتن جلو. اگر از انقلاب مشروطه بعد از کودتای رضاخان می‌رفتیم ببینیم علت‌های شکست چی بود، اگر بعد از جنبش ملی کردن نه بعد از کودتای 28 مرداد می‌رفتیم ببینیم علت شکست چی بود، شاید اصلا انقلاب 57 به وجود نمی‌اومد. ولی چون نرفتیم دوباره تجربه جدید شد. حالا یه دیگه میگم تجربه جدید تر شروع کنم. ضعف‌های ما همینه، نصف کاره ول نکنیم ببینیم چه شد چی شد. شاه انقدر انصاف داشت که بگه انقلاب مردم رو دید. بعضی از دوستان طرفدار او از او کاسه داختر از آشن میگن اصلا انقلابی نبود، شورش بود. این که خمینی رفته زد و بند کرده با کی هیچ ربطی به مردم و خاصشون نداره. تحقیر زیر سلطه بودن، تحقیر وابسته بودن به قدرت خارجی رو یه زمان سال 57 ملت نخواست. استقلال رو فهمیده بود میخواست، برای اینکه میخواست دیگه زیر سلطه نباشه. چیزی که من احساس میکنم شاید بعضی از هموطنان نمیفهمن معنی زیر سلطه بوده یعنی چی و نمیشه از زیر سلطه در آمد بدون استقلال و استقلال بدون آزادی ممکن است. اینا مهمه که همش دارم میگم برای اینکه از تجربه بیاموزی. ما هیچ کسی در سال 57 که من شانس داشتم شرکت کرده بودم فکر اینو نکرده بودیم که استبداد بس چرا اشتباه کردیم، کجاها اشتباه کردیم، کجاها فرصت ها رو سوزوندیم، کجاها باید عمل میکردیم، سریع عمل میکردیم، عمل نکردیم. همه اینها امروز باید بگردیم بفهمیم، رفع کنیم، تبدیل به قوت کنیم. ضعف داریم. اونشون میگن به ملت چرا گیر؟ آقا جان ملت اگه ضعف ها نداشت که سرش هر دفعه کودتا نمیکردن. ضعف های داریم که میتونن برای ما استبداد تحمیل کنن. اگه نداشتیم که نمیشد. این غرب ضعفاشو حل کرده. به این راحتی نمیشه. حتی آقای ترامپ هم بخواد بیاد کودتا بکنه سیستمشون مقاومت کرد نذاشت. یه ذره به این مسائل بپردازیم. نمیخواستم در مورد آقای بنی‌صدر صحبت کنم چون ربطی به اینجا حالا مطرح شد. فقط خواستم به اون دوستمون بگم شما که میگید اقتصاد اسلامی لطف کرده کتابو بخون بعد نقد کن.
چون لغت توحید توی انقلاب اقتصاد اومده معنیش اسلامی نیست. توحید در رابطه است با تضادی که دیالکتیکی که در رابطه با اقتصادهای چپ مطرح میشه و لیبرالیسم که اون بر پایه تضاد تعریف میشه، این برای اون رابطه تعریف شده نه در رابطه با اسلام. جانم عزیز دل من، وقتی میخوای از یک کتابی نقد کنی، از یه نویسنده نقد کنی، اول کتاب رو بخون بعد نقد کن. اگر هم خواستی بخونی بدون پیش داوری، ندید تا اسلام دیدی دیگه ها 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 من فهمیدم چی توشه. نه هیچی، برو بخون بدون پیش داوری، چون اگر این کارا رو نکنیم، اگر چون چرا کردن یاد نگیریم، اگر پیش داوری رو نذاریم کنار، تحقیق رو جاش بذاریم، والا بلا میریم دوباره توی دیوار. خیلی ممنون. مرسی از شما جناب آقای حمید. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشتم شما. بله خیلی ممنون. ببینید من صحبتی که داشتم از سانسور در آوردن دو سال اول، دو سال و نیم اول انقلاب، آقای بنی صدر رو نه به عنوان شخصیتی که میخوام بزرگ بکنم گفتم، منتخب مردم بوده در انتخابات بدون نظارت، بدون نظارت استصوابی، بنابراین تنها انتخابات درسته. مردم انتخاب کردن، کودتا کردن علیه مردم، نماینده مردم آقای بنی صدر بوده، علیه مردم کودتا شده. توجه داشته باشیم که بلای سرم اومده آخه چیه. در این مدت آنچنان فوش دادن، تبلیغ کردن که یک برخورد هیستریک الان با آقای بنی صدر وجود داره، اسم آقای بنی صدر میاریم همه میپرن. آقا مرد علیه ما مردم کودتا کردن، پیروزی جنگ رو 9 ماه بعدش از ما مردم دزدیدن. حالا دو تا مطلب از دو جنبه زاویه مختلف بوده. اولا اقتصاد اسلامی نیست آقای شایگان، بلکه اقتصاد توحیدی است. توحید در مقابل تضاد قرار میگیره، یعنی اقتصاد همگرا، موزون، سیستمی که در اون تناقض و تضاد و درگیری نیست، تمرکز کانونی نیست، در اقتصاد مسلط زیر سلطه قرار نمیگیره، یک اقتصاد تولیدی است. این خلاصه مطلبه. کتاب رو میتونید بخونید و خواهید دید که 52 ایراد در اون کتاب و کتاب نفت و سلطه به اقتصاد زمان پهلوی گرفته شده. 52 ایراد. تمام اون ایرادها رو برطرف کنی میشه اقتصاد سالم. در مورد این مطلب دو تا نظر متفاوت شدم. آقای شایگان میگن که چرا بلا رو همه رو میدازیم سر مردم. آقای سبزیان میگن که این مردم بودن که عکس خمینی رو بالا گرفتن. هر دو قابل نقده. نگفتید این رو، نگفتید مردم عکس های خمینی رو، اگر نگفتید پس من حرف رو پس میگیرم. مردم عکس خمینی رو بالا گرفتن، اما کدوم خمینی رو بالا گرفتن؟ خمینی که میگفت دموکراسی، خمینی که میگفت آزادی بیان، خمینی میگفت دموکراسی مثل سوئیس و فرانسه، و خمینی که میگفت حکومت نمیتونه دائمی باشه، حکومت اجباری باشه و اینا. پس مردم ما اصلا نمیدانستن ولایت فقیه یعنی چی اون موقع که انقلاب کردیم. خمینی پشت مردم بود، خودش هم میگفت من پشت مردمم. یه مردم انقلاب و تظاهرات خودشون شروع، یعنی جنبش خودشون شروع کرده بودن، تظاهرات کردن، جرأت میکرد اعلامیه بده. اعلامیه‌شو در پاییز 57 تازه داد. مردم از سال 56 جنبش خودشون شروع کردن، یه اعلامیه نداده بود. پس توجه داشته باشیم مردم ما میدانستن چی میخواهن. 20 خواسته اون انقلاب مشخصه، همش هم حقوقیه، از حقوق داریم صحبت میکنیم. تمام اون بیخواد 19 تا از اون خواستر خمینی در پاریس پذیرفت. 20 رو که عفو عمومی بود گفت بریم تو ایران ببینیم چه جوری، بعد معلوم شد نارو زد و اگر اون عفو عمومی رو در پاریس نپذیرفت در ایران هم نپذیرفت و بلافاصله شروع کرد به اعدام ها. از توجهتون رو جلب میکنم. بحث حقوقی، بحث از سانسور در آوردن هم هست. و موقعی که از سانسور در میاد، آقای بنی صدر فوت کردن. اینجا ما من و آقای رفیع، آقای حمید رفیع که صحبت میکنیم دیگه، بس ما این نیستش که نمیدونم نسل، هر نسلی خودش حق داره تصمیم بگیره، اما لازمه که تاریخ خودشو بدونه. یک عده‌ای
ایستادیم برای اینکه تاریخ درست رو مردم بدونن. چرا؟ برای اینکه هر دفعه ما تاریخ غلط رو به خورد ما دادن و دوباره جنبش ما رو عقب انداختن بعد از انقلاب مشروطه. تاریخ ها رو نگاه کنید، همش دروغ 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 دروغ. بنابراین لازم بود بعد از انقلاب 57 یه دفعه راست بگم به مردم، راست چیه، دروغ چیه، چه اتفاقی میفته، چه نیفتاده. این تقدیر داره، نه اینکه فکر بکنیم که میخواد این وسط تبلیغ برای کسی بکنیم. آقا تبلیغ برای خودش کرده آقای بنی‌صدر. میگم موقع کودتا کردن 92% مردم طرفدارش بودن، بنابراین با 77% رای اومده بوده، احتیاج به تبلیغ نداره. که اینجا محمد یزدی رئیس مجلس گفت اگر این مردم رو ول کنیم هر دفعه بنی‌صدر انتخاب میکنن. حالا منظور که بنی‌صدر که نیست، یعنی چی؟ یعنی که مردم همین خواسته های دموکراسی رو دارن، همین خواسته های آزادی رو دارن، همین خواسته هایی رو که برای اون انقلاب مشروطه تا حالا رو کردیم دارن. دست بر نمیداریم ما ایرانی ها. آفرین به ایرانی ها که دست بر نمیداریم. پس لازمه که موقعی که صحبت میکنیم صحبت ها تنگاتنگ باشه، معلوم بشه چی داریم میگیم، آخه این پیوستگی این مسائل چیست، نه اینکه همینطور بیایم با هم دیگه صحبتی هم بکنیم معلوم نشه جزئیات چی بوده چی شده و دوباره بعد این بلا سر ما خواهد آمد. و اگر دقیق ندانیم، دقیق باید بدونیم که نسل اندر نسل همینطوری که آقای لطفی توضیح دادن چطور مقاومت خودش رو ادامه داده، چطور به هم ربط دارن و چگونه از این کنم زیرا با ایرایی. بله خیلی ممنون، مرسی میکنم واقعا برای یکم بحث طولانی شده این رابطه. البته بحث آزادمون هم یه جورایی مرتبط هست حالا به این وقایعی که حالا اتفاق افتاده. میتونیم ادامه این بحث رو در واقع توی بحث آزادمون داشته باشیم، اونجا خب زمانمون تایممون خیلی بیشتره، بیشتر میتونیم در رابطه صحبت کنیم. از دوستان دعوت میکنم واقعا توی اون بحث آزادمون شرکت کنن و نظرتشون رو اونجا بیان بکنن. پس میریم بخش بعدیمون رو دنبال میکنیم. بخش بعدی ما بخش فرهنگیمونه با معرفی کتاب آزادی که آقای محسن سبزیان مدیریت این بحث رو بر عهده داره. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و عرض ادب مجدد دارم. شاید فکر کنیم که حالا حداقل در شرایطی هستیم که حداقل کتاب معرفی کردن زیاد در حال حاضر تو شرایط که داریم زیاد شاید مناسب نباشه، اما من کلم به شخص آدمی هم که خودم کتاب رو دوست دارم و اینکه به خصوص الانی که الان توی آلمان هستم کتاب میبینم که فارسیه اصلا به هیجان. و این کتابی هم که خواستم معرفی کنم بیشتر بخش اولش رو برام خیلی جالب بود که حالا یه توضیحاتی در مورد این خود این نویسنده میدم و در ادامه خیلی کوتاه توضیح میدم چون اگر دوست داشتی برید و مطالعه. کتاب آزادی یه منتخبی از یه سری حکایت‌های مختلفه که نوشته خانم مارگارت الینور اتوود که یک به اصطلاح میتونیم بگیم در مورد مردان و زنانی که به شکل حالا میتونیم بگیم استعاری در زندان به سر میبرن و فریاد آزادی میزنن، اینو به تصویر کشیده توی کتاب. خانم مارگارت الینور اتوود در کتاب آزادی یا فریدوم از کابوس آبادها صحبت میکنه، یعنی یک حالت شما فرض کنید یک آبادیه هایی هست که یک کابوس هایی درونش هست. حالا باید کتاب رو بخونه تا متوجه خود این کلمه بشین و یه تصویر خیالی رو داره و یه میتونیم بگیم یا آینه رو جلوی روی شما میذاره که شما یه تصوری از اون ذهنیت نویسنده پیدا. یک کوچولو در مورد خانم مارگارت اتوود بگم. ایشون از جمله نویسندگان و منتقدانیه که بسیار زیاد مورد تجلیل و تقلید قرار گرفت و من حالا زیاد خودم ایشون هم نمیشناختم، من چون این کتابشون رو دیدم و فقط با این کتابشون آشنا هستم، ولی چیزی که هست و تحقیق کردم در مورد ایشون در سال 1939 در کانادا به دنیا اومدن، بیش از 70 تا کتاب نوشتن که در میان اونا رمان‌های برنده نوبل هم داره، از جمله آدم کوش کو، چشم گربه، گریس بیگانه و دل دوابوم در است اگر بخوایم به فارسیش ترجمه کنیم.
یه سری اشعار هم دارن که حالا اشعار مختلف داستانای کوتاه دارن، یه سری متنای غیر داستانی دارن، کتابای کودک دارن و که همگی اکثرا مورد تحسین قرار گرفته. اما مسئله‌ای که من براشون یا برام خیلی جالب بود، کتاب ایشون کاراشون اکثرا در مورد، حالا من این کتابشون رو خوندم ولی کتابای دیگه شون هم اکثرا من دیدم در مورد توضیحات ریزی که داده بودن، اکثرا در مورد مسئله آزادی انسانه یا اون فقدان آزادی است. و حالا من خودم دارم سعی میکنم کتابای دیگه شون هم بتونم وقت کنم اگر بخونم، اما این کتابشون به خصوص یکی از پرفروشترین کتابای بین‌المللی ایشونه که اسمش کنیزه و که من هنوز این کتابشون رو نخوندم، که ایشون کتابشون 1985 چاپ کردن و بعد از انتخاب دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری سال 2016 دوباره تجدید به چاپ رسید. این خانم در خانم اتفورد در مورد خواستگاه این رمان، این رمان که عرض کردم خدمتتون، یه جمله جالب میگه، میگه که یکی از قواعد این بود که نباید هیچ رویدادی در این کتاب جای دهم به قول جیمز جویس در کابوس، قسمتی که در مورد کتابش هستش، میگه تاریخ نبوده که تکنولوژی نام ببرم که در دسترس نیست، یعنی توی اون کتابش چیزی رو نگفته که اصلا در دسترس نبوده و هیچ چیزی به نام مثلا تخیلی و اینا نیست. حالا شاید اون شخصیت هاشون به صورت تخیلی انتخاب شدن ولی داستان بر اساس، نمیتونیم بگیم واقعیت، ولی یک تجسم بر واقعیت. اما صحبتی که من عرض کردم خدمتتون در مورد این کتابی که کتاب آزادی و مهمترین بخش و بخش اول و به نظرم بازم تاکید میکنم مهمترین بخششه که شاید خیلی جالبه، بخش اسمش خیلی جالبه، نمیشه که به توان دو ناآزادیم، اگر به فارسی ترجمهش کنیم میشه به توان دو ناآزادیم و میتونه یه شرح حال خیلی کوچیک یعنی ناچیز از وضعیت کشور خودمون باشه در مورد یک سری زندانیان هستن و حال و احوال روزانه اون افراد زندانی هست که یک شخص زندانبانی هست مسلماً و یه رئیس اون زندانی هست که این افراد فرض بر این دارن انسان‌های خوبی هستن یا دارن قانون رو رعایت کنن و اینو میاد بر حسب اون شخصیت‌ها میاد میگه که آقا اون شخصیت‌ها بچه اساسی هستن و توضیح میده و همین تفکری که هست، یعنی حتی این افرادی که الان نمیدونم دیدید یا خیر، مثلا این الان سلفایی که برای غذای دانشگاه هستن الان قاطی شده، یه سری میشن گریه میکنن، اینا هم دیدید یا نه؟ چون مثلا برای من خنده داره ولی اون باور داره به اون چیزی که اون باورش رو به کسی اجبار کنه و وقتی این اتفاق نمیفته غمگین میشه و خودش آدم خوبی میدونه. به خاطر همین من این کتاب رو و این به خصوص این بخش اولش رو معرفی کردم که به مرور حالا رفتارهای این زندانبانهای بدتر میشه و جالبه یه قضیه سکوت بقیه زندانیان نسبت به اون زندانیهای دیگه بود که برای من خیلی عجیب بود، که البته عجیب که میتونم بگم شاید هست و ما میبینیم ولی خب خوشبختانه در حال حاضر دیگه اون سکوتی حداقل موجود نداره و کم کم که نه دیگه ما شاهد این هستیم که کسی سکوت نمیکنه یا حداقل اکثرا دارن صدای خودشون رو میرسونن و دنبال حق خودشون. و برای همین بود که من فقط این کتاب رو توصیه کردم چون فصل اولش واقعا بی نظیر بود، داستانهای دیگرش هم واقعا بی نظیر بود، اما در مورد فصل اولش واقعا من میگم اصلا یک، حالا من نمیخوام بیشتر توضیح بدم، این به صلاح دیگه داستان رو توضیح بدم، اما اون زندانبان یعنی قشنگ میتونم بگم وصف اون شخصیت‌های حال حاضر اون آدم‌هایی به اصطلاح میتونیم بگیم حالا سرکوبگر، میتونیم بگیم کسایی که اومدن و احساس میکنن آدم‌های خوبی هستن و اینجوری بهشون تلقین شده که شما آدم با آدم‌های بدی دارید رو بکشید. و به خاطر همین من این کتاب رو به تو معرفی کردم، توضیح بیشتری هم نمیدم، البته کتابخونه نیست و اینکه سعی دارم میکنم که یه کتابخونه قرار بگیره یه کورس
سختی داره متاسفانه، ولی اگر دوستان خواستن بهم پیام بدن حتما براتون پی دی افشو میفرستم. خیلی ممنون که این وقتم در اختیار من. ممنون آقای ناصری عزیز. ممنون شما. مرسی از شما آقای سبزیان بابت معرفی کتاب آزادی. و همینطور تشکر میکنم از همه دوستان و سخنران عزیزی که توی جلسه‌مون حضور دارن. میریم به بخش بعدیمون. بخش بعدی ما بحث آزادمون هست. بحث آزاد امروزمون موضوعش هست حق حیات، قتل‌های زنجیری. خب دوستان، من ابتدای کار یه مقدمه کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون در رابطه با قتل‌های زنجیری و سازمان یافته‌ای که قبلا شاهدش بودیم متاسفانه، و بعد بحث رو با شما همکاران عزیز در این رابطه ادامه میدیم. قتل‌های زنجیری به سلسله قتل‌هایی گفته میشه که به صورت سازمان یافته و با هدف حذف مخالفان انجام میشه، که خب توی ایران توی دهه 60 و 70 قتل‌های زیادی با دستور رهبران جمهوری اسلامی ایران با هدف خاموش کردن صدای مخالفانشون اتفاق افتاد، که توی این کشتارها از همه نوع از گروه‌های سیاسی بودن و همینطور پیروان سایر ادیان. اما این نوع از کشتار و قتل‌عام‌ها توی ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی فقط محدود به همون سالا نبوده و توی دهه‌های بعدی هم به صورت گسترده‌ای اتفاق افتاده. اینجا میخوام اشاره‌ای بکنم به کشتاری که توی سال 88 اتفاق افتاد، که مردم بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به خیابونا آمدن. این تظاهرات اولش به خاطر نتیجه انتخابات بود، اما بعد کم کم تظاهرات به سمت شعارهای علیه حکومت پیش رفت، که توی اون سالا هم حکومت کماکان سابق بسیاری از مردم رو توی خیابون به قتل رسوند، که خیلی ها بر این باورن که مسئول کشتار توی اون سالا شخص علی خامنه ایه، چرا که توی سخنرانی اولین نماز جمعه بعد از انتخابات اعلام کرد که مسئولیت هر گونه خونریزی به عهده برگزار کنندگان تظاهراته، که در واقع میشه گفت که این سخنرانی یه جور چراغ سبز بوده از طرف رهبر ایران برای سرکوب اعتراضات. کشتار زنجیره‌ای بعدی که میخوام به اون اشاره بکنم آبان 98 که مردم اول با اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابون آمدن، ولی بعد دوباره رنگ اعتراضات حکومتی به خودش گرفت و دوباره همون رویه سابق حکومت، کشتار، سرکوب و بازداشت معترضان، که هنوز مقامات جمهوری اسلامی ایران آماری از این کشتار ندادن و طبق آماری که توسط نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی بیرون اومده توی آبان 98 حداقل 1500 نفر قتل عام شده. توی این اعتراضات هم صحبتهایی از علی خامنه‌ای در میونه که گفته بود برای متوقف کردن اعتراضات هر کاری که لازم هست رو انجام بده. این نوع از کشتار و سرکوب معترضان، حالا به هر نامی که باشه، اسمش میخواد قتل‌های زنجیری باشه و یا هر اسم دیگه ای، همه محکوم به شکستن. با گرفتن حق حیات هر معترضی مطمئن باشید مردم معترض بیشتری به خیابونا میان و روزی میرسه که همه مردم ایران با پشت هم میان توی خیابون و حقشون رو از این حکومت میگیرن. خب دوستان، من اینجا صحبتامو کوتاه میکنم که بحث رو با شما دوستان در این رابطه ادامه بدیم، در رابطه با این حق حیات، حق حیاتی که از هر معترضی که میاد توی خیابون داره سلب میشه. آیا واقعا گرفتن این حق حیات باعث میشه که مردم دست از مطالبه گری بکشن یا نه؟ برعکس، باعث میشه که مردم بیشتری بیان توی خیابون، مطالبه گرای بیشتری وارد خیابون بشن. دوستان عزیزی که میخوان توی بحث آزاد ما امروز شرکت بکنن میتونن با یک علامت دست بنده راهنمایی بکنن تا مایک رو در اختیارشون بذارن. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، خیلی ممنون. موضوعی رو که انتخاب کردی و همینطور کتابی که آقای سبزیان معرفی کردن به هم ربط داره و همینطور به گفتگوهای خود آقای سبزیان ربط داره. موضوع رو باز میکنم. نه تنها زندانبان برای ما میذارند، بلکه برای ما
انواع اقسام زندان‌های مخفی رو هم درست می‌کنن. زندان مخفی غالب‌هایی است که برای ما درست کردن. تو این غالب بگنجید خوبه، بیاید بیرون خوب نیست. چارچوب برای ما درست می‌کنن که تو این چارچوب بگنجید بر اساس این قواعد خوبه، خارج از این خوب نیست. در صورتی اگر به جای این قواعد حقوق بذارن یه شالودی باز میشه، کسی توش زندانی نمیشه، چارچوبی نمیشه. برای ما حد درست میکنن، تا اینجا بیای آزادی، از این حد بری اونور دیگه آزاد نیستی، یعنی قدرت تا اینجاست، از این قدرت بری اونور. باز میبینیم قدرت اینجا خودش رو پنهان کرده. به جای اینکه بگن همه حقوق رو داری که آزادی، نمیگن همه حقوق داری آزادی، میگن حدت اینجا تموم میشه برای که آزادی دیگری شروع میشه، یعنی قدرتت اینجا تموم میشه برای که قدرتی دیگری اونجا شروع میشه. بس لازمه نه تنها به زندان ما توجه میکنیم، زندانبان در زندانی که براش درست میکنیم زندانبان میشه. از جمله به همین علت هست که دقت باید به خرج بدیم در اطلاعاتی که به هم دیگه میدیم، نه اینکه من دارم اطلاعات میدم، ما میدانیم، نسل جدید میدانه، نسل قدیمی دروغ نگه به ما. دروغ به شما کسی داره میگه، از بوده داریم راست میگیم به شما. شما برو بگیر، اگر فکر میکنی دروغی یه سوی زن داری برو عکسش رو اثبات کن. در دموکراسی کسی که حرف میزنه داره راست میگه، اصل بر برابرشه. اون کسی که میخواد تهمت بزنه باید بره دنبال دلیل بگرده که دروغ میگی. در استبداد شما به شما تهمت میزنن و بعد خودتونم به زحمت بکشید برید اثبات کنید، تازه اثبات هم که میکنید ممکنه نپذیره. پس توجه کنیم موقعی که من دارم با شما صحبت میکنم، یک اصل حقوقی مهم این است که اصل رو بر براءت بذاریم، نه اینکه من دارم حرف میزنم شما فکر کنید من میخوام تبلیغ کنم برای فلان کس و اینا. آقا زندگی ماست، مسائل ماست، حاکمیت جمهور ماست. این حاکمیت جمهور ما رو این علی خامنه‌ای رژیم زیر پا گذاشته، غصب کرده، دزدیده این حاکمیت ما رو. چجوری؟ کودتا کردن. رژیم ضد همون انقلابه و ضد همین حاکمیت مردمی که اومده سر کار. نگیم جمهوری اسلامی به معنی اینکه مردم انقلاب کردن، نه، مردم جمهوری اشتباه کردیم، شعار جمهوری اسلامی دادیم، با شعار جمهوری میدادیم نه جمهوری اسلامی. اما موقعی که میگفتیم جمهوری اسلامی منظور ما چیز مشخصی بود، بیانیه جمهوری اسلامی، سنده، میتونید اون رو بخونید. میخواید مردم براتون میذارم، بارها تو این اتاق بر شما گذاشتم، چند بار دوباره میتونم بذارم، بخونید ببینید مردم برای چی انقلاب کردن، چی میگفتن. نه اینکه ولایت فقیه اصلا نمیدونستیم با چی هست، ما اصلا نمیدونستیم این زندان مرئی که برای ما درست میکنن چی ها هستش. ما آنجایی مسئول هستیم که وجدان داریم، نه اونجایی که مسئول نیستیم. شما نمیشه که من بیام مثلا به عنوان مثال فروشنده اید، شما جنس رو به مشتری تحویل میدید، پول نداده با میره من مسئول دزدی این آقا نیستم، این اعتماد کردم، این اعتماد سوء استفاده کرده. ما میدانستیم چه میخواهیم و به دقت هم میدانستیم چه میخواهیم، سندش هم وجود داره، خواسته های انقلاب هم وجود داره، 20 تاست. اونها رو اگر توجه نکنیم فکر میکنیم که همینجور اقتصاد اسلامی هست و نمیدونم خمینی رو مردم نیاوردن و برای ما تحمیل کردن و از این بازی، نه دقیقا ما میدونستیم چه میخواییم. از غذا اونا میخواستن حکومت سلطنت پهلوی رو اسلامیش کنن، اسلام امریکایی درست کنن. آقای حسین نصر رئیس دفتر فرهای پهلوی بود و همین برنامه رو داشت، ما نذاشتیم این کارو بکنن. آفرین به ما باید گفت، منتها ایراد داشتیم، ایرادای ما رو باید به ما گفت. پس نسلی که داره انقلاب میکنه نه تنها لازمه بدانه، بلکه لازمه دقیق بدانه چه اتفاقی افتاده. و هر جایی که دارن بازی میکنن توجه داشته باشید، یکی داره راست میگه، احتمالش بذاریم، یکی داره راست میگه، یکی داره تردستی انجام میده، یکی میخواد جزئیات رو بگه، یکی میخواد این وسط شلوغ بازی در بیاره، ما میدانیم و ما علمشو داریم و ما این بازی ها رو بذاریم کنار. از جمله سانسورهایی که میکنیم همین کلی بافی هاست که من میدانم. نه، نمیدانید شما. اگر میدانستیم، نسل جدید اگر میدانه، یه چیزهایی هم نمیدانه که اونا رو هم باید بهش گفت. مثال هم قطعه زنجیری که الان شما گفتید که رسید به کشتار زندانیان سال 67. اون موقع مثل الان نبود که ما اینترنت رو نمیدونم شبکه های اجتماعی داشته باشیم. آقای در مورد قتل‌های در سال 67 که در ارتباط با همین قتل‌های زنجیری هست،
نامه رو میفرسته توسط کسی به ترکیه. اون نامه قتلای زنجیری از بهار 67 شروع میشه تا شهریور 67 ادامه پیدا میکنه، تا مرداد 67 ادامه پیدا میکنه. نامه اسفند به دست آقای بنی صدر میرسه که آقای منتظری نوشته بوده، آیت الله منتظری. آقای بنی صدر این اتفاقا افتاده، این قتلا انجام شده در زندان، اینا رو اینا هر جور شما میدارید منتشر کنید. بلافاصله منتشر میشه، یعنی چندین ماه بعد اسفند ماه منتشر میشه در روزنامه انقلاب اسلامی آقای بنی صدر. روزنامه انقلاب اسلامی هم به معنی تحول رنسانس در اسلام هست. فکر نکنیم که ما بخوایم اسلام به خوردتون بدیم، هیچ چی چیزی نیست. تحول در اسلام برای که در اروپا رنسانس شروع شده. دشمنی با دین هیچ جا جواب نداده، از جمله در شوروی سابق، از جمله در رژیم پهلوی که با آمدن دشمنی کردن و به علت اینکه خواستن کجا کنن دوباره خودشو مجبور به همین مذهب رو بیارن و 50,000 مسجد در ما درست کنن. پس بنابراین توجه بکنیم که جزئیات رو، یه چیزی رو الان برای شما میگم از یک نویسنده بسیار بزرگ فرانسوی به اسم آقای من. ایشون میگه واقعیت رو میخواد بسنجید باید برید اون زوایایی رو که کسی حدس نمیزنه اونجا رو نگاه کنید. اون کوچه پس کوچه هایی که هیچ کی توش نرفته برید تو. اون جاهایی رو که فکر نمی کنید که راه حل وجود داره برید همونجا رو نگاه کنید، شاید راه حل توش وجود داشته باشه. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شما جناب آقای رایی. در این رابطه من خودم، حالا نظر شخصی خودم در این رابطه، من مخالفم کلا با بعضی از دوستان که حالا میان نظر میدن و اسم شورش میذارن برای اون انقلاب، حالا یا میگن که از جای دیگه این ساپورت شده، ساپورت که شده البته، ولی اینکه از جای دیگه این انقلاب وارد شده، من خودم به شخص مخالفم. نظر شخصی من اینه که این انقلاب واقعا بوده، واقعا هم انقلاب مردمی بوده، واقعا هم مردم خواستن اون موقع انقلاب شد، کماکان که خیلی از مدارکش هم موجوده، حالا هم من خوندم هم خیلی از دوستان خوندن، ولی خب حالا استنباط خیلی از دوستان این بوده که اینجوری نیست، ولی من به شخصه نظرم این بوده که واقعا اون موقع انقلاب 57 رخ داده و مردم با میل باطنی خودشون حالا یه شخصی به نام خمینی رو وارد کرد، یعنی اومد و پشتش ایستادن و همونطور خمینی پشتشون ایستاد و تونستن حالا اون رژیم گذشته رو سرنگون کنن و یک انقلاب، یک دولت و حکومت جدیدی راه اندازی کنن. حالا در طول زمان خب یه سری مشکلاتی قاعدتا بوده، یه سری نواقصی بوده همون موقعش هم، ولی خب بها داده نشد، رفت نشد اون نواقص، همینجور پیش رفت تا الان شاهدش هستیم، این حکومت ولایت مطلقه فقیه رو داریم میبینیم که شخص آقای علی خامنه‌ای رهبرشه و یک دیکتاتوری محض را انداخته توی کشور و هر کاری دلش بخواد داره میکنه دیگه. اینا همش نتیجه همون اشتباهاتی بوده که توی سال 57 بوده ولی رفت نشده، یعنی خیلی دیدن این اشتباهات وجود داره ولی نیومدن روش کار بکنن که بتونن این نواقص رو رفع بکنن، که بتونن یک حکومتی درست و با دموکراسی در واقع ادامه بدن و که الان دیگه اینجوری شاهد این مشکلات نباشه. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. فرمانگی مجددا بخیر باشه. در راسته بحثی که آقای رایی میکنه و یا شما میکنی، به نظرم به قول معروف قدیم گفتم دیکته نانوشته غلط نداره، بالاخره باید یک کاری بکنی غلطاش کرد. حالا همیشه هم گفتن انقلابا فرزندای خودشون اولین کار که میخورن، همیشه هم یه رندی پیدا میشه، اون که تو جمع رندتره اگر با تفکر قبلش نرفته باشه، یه رندی پیدا میشه همه رو قلقم میکنه و میرسه به رأس هرم. یکی مثل خدای خامنه‌ای نگاه کنین، آقای خامنه‌ای قبل از اینکه بشه رهبر خب خیلی جلوتر ازش بودن، بهشتی بود، مطهری بود، طالقانی بود، اصلا عددی حساب نمیشد، بنی سعد بود، بازرگان بود، خیلی جلوتر ازش بودن. اومد رندی کرد، حالا با زد و بند با ترور خوش رسون به رأس هرم. نمیشه ایراد بگیر خب سال 57 چرا این کار کرد؟ خب من اصلا 57 نبودم که بگم مثلا منم دفاع میکنم، هیچ کس کارم هم تو انقلاب نبود، ولی بیایم بگیم چرا. پس مشخصه میمونه که ما الان میگیم آقا انقلاب نکنیم، بزنید جمهوری اسلامی بمونه، نکنه که یه اتفاق بیفته فردا بگن آقا شما انقلاب کردید، شاید یکی بیاد بدتر، حالا یه سری میگن بدتر از این چی میشه، بدتر از این همیشه میشه، نمیشه گفت نمیشه. ولی خب در راستای بحثتون که حق حیات قصای زنجیره‌ایه، به نظر کل این اعتراضات بر مبنای یک تجربه مشترک تقریبا جوونا
این حالت بگیم تا 30-40 سال همه تجربه رو دارن که یه بار مثلا این صابون کشتشار بهشون خورده، به خاطر همینه که اعتراضاتش عمیق‌تر و اینی که از دل مردم برانگیخته شده و خاموش نمیشه، چون که هر کی یه بار میاد خاطراتش رو میبینه، یه بار دو بار جلوی دوستش، دوست دخترش، دوست پسرش زایده شده، ناراحت شده، توهین شده بهش، یا اصلا تنها بوده، یه تیپ خوبی زده بره بیرون با دوستاش یا با خودش بره یه دوری بزنه بهش توهین کرده. این بیشتر به خاطر تجربیات شخصیه و اینی که حالا بیان بکشن به نظرش خاطره رو پاک نمیکنه، خاطره رو چرکین‌تر می‌کنه. قاعدتا همین قضیه به همین راحتی جمع نمیشه، مگر اینکه اینو بگن یه کوتاه بیان یه سری محدودیت‌های اجتماعی رو بردن که بعیده. یعنی خدا رو شکر اینا انقدر احمقن، انعطاف پذیری ندارن. وگرنه حالا نگاه بکنید در جامعه قبل از اعتراضات، حتی الان قبل از اعتراضات تقریبا حجاب معنی نداشت، هر کی نمی‌خواست حجابی تقریبا نداشت. یعنی اینا هی میمدن یه انعطافی داشتن، کاری که عربستان که حالا حجاب برداشت ممنوعیتش چی شد، اجبارش رو برداشت چی شد، هیچ چیز خاطری نشد، یا مسلمان من این کارو میکرد. تا الان هم که لطف کردن انعطاف نداشت، انشالله این انعطاف نداشت شد، همین فرمون برن که کلا خودشون برن با قانونش. متشکرم. ممنون. مرسی از شما جناب آقای احمدی خواه عزیز. جناب آقای حمید بفرمایید، خواهش میکنم، میشنم شما. حالا که خیلی بهره بردم از تمام صحبت ها، حتی از کسایی که با هم عقیده نبود، باید بگم براتون که وقتی که جنگ ها قطعه سیاسی میشه، باید از خودمون برسیم این قطعه سیاسی دلیلش چیست. قطعه سیاسی حتی تو کشور دموکراسی هم متاسفانه انجام شده، دلیلش بیشتر حفظ موقعیت و قدرت. در استبدادها هم دلیلش واضح است، کسانی که بیان خاصی از استقلال و آزادی کشور حقوق مردم هستند، حتی اگر سکوت هم بکنن، در گوشه ای باشن، هم برای نظام خطرناک. بروهرها دلیل کشت مردنشون همین بود، سامی همین بود، خیلی های دیگه همین بود، نویسنده ها مختاری غیره همین بود. این افرادی که حتی اگر سکوت هم میکردن وقت بیان استقلال آزادی ایران می شدن، چون گذشتهشون بیان استقلال آزادی ایران بود، برای استبداد خطر. بنابراین باز درس بگیریم از این که تعداد این افراد اگر در ایران میلیون ها نفر بود، شاید فروهرها اعدام نمی شدن. فردا باید تعداد کسانی که معرف استقلال آزادی ایران هستن، طرفدار حقوق بشر هستن، هر کدوم از ما که بشیم چلوی کشتار و قتل اینجوری رو وسیله هر شکل سیاسی رو میتونیم بگیریم. اینو بازم از درس از تجربه. و فقط یه پرانتز باز میکنم در رابطه با صحبت که شما فرمودید. ببینید امروز هم تلویزیون های مختلف از جنبش صحبت میکنند در خارج. نمیشه گفت چون صحبت میکنم پس هیچ پسی نداره. مردم تو صحنه هستن، نمیخوان این استبداد، این استبداد و حق با اون کسی است که این حرف رو زد. همین میان میگن که مثلا بعضی از این کسایی که اطلاع ندارن که ریشه های تاریخی استبداد تو ایران چی بود و کدومش از بین رفت یا ضعیف شده و کدوم باقی مونده و خیال میکنن هر استبداد شبیه اون یکی استبداده، میگن بله ما از چاله افتادیم تو چاه. خب حالا من ازشون سوال میکنم، بعدش هم میگن اصلا صحبت نکنید که میخواییم کجا بریم، بگید فقط این استبداد نباشه. خب دروغشون کجاست؟ دروغشون اینه که اگر راست میگید از چاله افتادین تو چاه، بعد از اینجا کجا میخواییم بریم؟ دوباره برگردیم تو چاله؟ شاید چاه شده باشه، یا به قول آقای خاتمی قراره بریم چای بزرگتر، یا میخواییم به استقلال آزادی بریم. اگر میخواییم به استقلال آزادی بریم، باید خواستهامون رو شفاف بکنیم. اگر شفافیت هر چیز بیشتر باشه، ما خطرها رو کم میکنیم. امروز جنبش احتیاج داره به شفافیت بیشتر. هر صحبتی که میکنیم سعی کنیم احساسی نباشه، سعی نکنیم با پیش‌داوری حرف بزنیم، سعی کنیم رو تحقیق صحبت کنیم. من به شما یک جمله فقط میگم، فقط ساده. اگر این جنبش بخواد پیروز بشه، هر گر بخواد به استقلال آزادی برسه، نمیتواند ادامه جنبش انقلاب ایران نباشد.
اگر خواست خودش رو انقلابی جدید بداند، بداند ضعف‌هایی که ما داشتیم که باعث اجازه دادن به یک تمامیت خواه شد که در کردستان شروع کنند، در اونور اینور شروع کنند، به اجازه بدن یه عده داخل کشور در مرکز آقای کنار آقای خمینی کودتا کنند، دوباره تکرار خواهد شد. اگر اون ضعف‌ها رو ما یکی یکی شناختیم، براشون راه حل پیدا کردیم، هم جلوی قتل‌ها رو می‌گیریم، هم جلوی کودتا رو می‌گیریم، هم بچینم یه چیزی هم بهتون بگم، این ضعف‌ها رو اگه ما خودمون نخواستیم هیچ وقت یاد بگیریم، قدرت‌های خارجی خوب می‌دونن. قدرت‌های خارجی این مدتی که ما نخواستیم بفهمیم ضعف‌ها چی بوده، اونا فهمیدن. اگر بخوایم که دستشون رو قطع کنیم از اینکه بتونن دوباره استبداد جدید رو کشور به ما ایجاد کنن، چون چیزی که شما نمیگید که درست باید بگید اینه که بله، آقای خمینی وقتی کودتا کرد زد و بند با آقای بوش و ریگان میکرد، بله این راسته، ولی وقتی انقلاب شد زد و بندی نبود، مردم زد و بند نکرده بودن. کار با آقای خمینی ندارم که کی کار کرده با کی کرده بود، مردم نکرده بودن، ولی سر کودتا زد و بند بود. وقتی کودتا علیه جنبش ملی کردن نفت، صنعت نفت، بله صد بند بود. ببینیم اون ضعف هایی که اجازه میده به قدرت های خارجی که میتونن دخالت کنن در کشور ما چیست، اونا رو حل کنیم، از بین ببریم. این راه حل میشه دامه تجربه انقلاب با یاد گرفتن. برای مثال آقای راهی گفتن بله جمهوری، بله بدون مرام، بدون دین. این تجربه است. این که هر ایرانی مسلمان اثنی‌عشری یا مسلمان یا زرتشتی یا مسیحی این هم حقوق داشته باشن تجربه است. نمیخوام آقا، نمیخوام من اثنی‌عشری داشتی باشی نباشی، سنی باشی، شیعه باشی، بیدین باشی، زن باشی، مرد باشی، باید یک حقوق داشته باشی. این حقوق هم ما ورای دین و مرامی است که با شناخت انتخاب کردی. اینا تجربه است، اینا رو قدرشو بدونیم، بریم جلو، این تجربه ها رو دستاورد کنیم، سرمایه کنیم برای آینده. اون اگر این کار نکنیم چونم میریم تو دیوار. ممنون ازتون. مرسی از شما جناب آقای رفیعی. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله خیلی ممنون از لطف شما و چند تا نکته رو در رابطه با همین موضوع در نظر بگیریم. و اون این استش که انقلاباتی بودن که فرزندهای خودشون رو آقای احمدی خواه گفتن خوردن، انقلابی هم بودن که نخوردن. انقلاب در امریکا فرزندهای خودشو نخورد، در هند فرزندهای خودشو نخورد و اصلاحای بودن که از غذا فرزندهای خودشون رو خوردن. چرا راه دور بریم؟ اصلاح احمد محمد خاتمی رو به خشونت کشیدن در ایران و خوردنش. حتی اون دوتا اصلاحی هم که معروف بود به اصلاح قانون انتخابات و مطبوعات، اون رو هم نذاشتن اجرا بکنه. تمام مافیایی که میبینین اون موقع ایجاد شد، برای اینکه میخواستن زور بگن، اون حکومت تطبیق نداشت. آقای محمد خاتمی آمد تو پاریس، تو انجمن اسلامی پاریس، ازش سوال کردن شما اون شعارهایی که در انتخابات دادی، شعارهای بنی صدر رو تکرار کردی، دادی شدی رئیس جمهور، چرا اجرا نکردی؟ جواب داد نذاشتن اجرا بکنن. پس بنابراین میبینیم که مردم دقیقاً این وجدان اجتماعی ما، همچنین فکر نکنید کور شده تموم شده، میدونن چه میخوان، به خاطر اینکه سندش وجود داره، به این علت که اون نسل وجود داره، میدونسته چه میخواد. آخه اینا درست عکسشو میگن. حالا چرا در بعضی ها در انقلاب‌ها این حالا میگن بعضی ها فرزندشون میخورن؟ در واقع نفوذ ضد انقلاب هستش که انقلاب رو میخوره. علی خامنه‌ای و آخوندهای مثل محمد بهشتی با رژیم سابق همکاری داشتن و زمانی که اسناد سفارت امریکا در ایران در اومد، معلوم شد که اینا برای اون رژیم کار میکنن. خانم فرخروی پارسا که وزیر آموزش پرورش عمومی بود اعدام کردن. کی وایساد که اون اعدامش نکنه؟ آقای بنی صدر. برای که میدونست که اینا آخوندهای درباری ان، میدونست که اینا برنامه‌شون چیه، جلوش وایساد نذاش تا تمام تلاش خوش که اینا چیکار کردن؟ سیمای تلفن رو قطع کردن و زندان اوین رو بستن و در یک خاموشخانه خانم فرخروی پارسا رو همونطوری که هویدا رو اعدام کردن. پس توجه بکنیم موقعی که داریم صحبت میکنیم از قتل‌های زنجیری و از تاریخ انقلاب، لازمه به یک نکته توجه کنیم. برای ما هم سانسور میذارن، هم سانسورهای غیر آشکار میذارن. برای ما هم سانسور رو مستقیم ایجاد میکنن و هم سانسور غیر مستقیم ایجاد. سانسورهای غیر مستقیم چیه؟ مواظب باید باشیم در شرکت نکنیم. چیه؟
ابهام ایجاد میکنن، درست درست رو قاطی میکنن و به جای اینکه شما میخواید اطلاعات رو بفهمید، به جایش اون اطلاعات رو همراه میکنن و تفسیر هم میکنن همراهش و اون رو تبلیغ میکنن فراخوان. این تفسیر درسته، انقلاب خشنه، انقلاب خشنه، انقلاب خشنه، اصلاح خوبه، اصلاح خوبه. حالا کیا بودن که اون انقلاب کردن؟ خود همینا که میگن اصلاح. پس این دروغ برای یه کاری داره میکنه دیگه، میخواد سانسور در واقع پنهانه، میخواد بند شما رو گول بزنه. با چه کار؟ با فکرهای جمعی جبار ساختن. یعنی یه فکر رو میسازن، روی تبلیغ میکنن، تبلیغ میکنن که شما فکر کنین فکره، دستوری شبه فکره، دروغه. برای اینکه فکر درست باشه لازم است که ذهن ارتباطی باقی بمانه و در ارتباط تنگاتنگ با وقایع باقی بمانه، نه اینکه کل بافی و شلخته بازی ها که من میدانم این اطلاع رو دارم، اون اطلاع رو دارم. اون کسی که اطلاع رو داره موقعی که جلوی شما هست به صورت تنگاتنگ با شما گفتگو میکنه استقبال لازمه بکنیم، به این علت که جزئیاتی را میدانه و اون جزئیات داره به شفافیت به شما میگه و میگه ازش سوال کنیم برای چی اینو میگی، توضیح میده. به این علت که این پدیده قانونی وجود داره، این پدیده تاریخی وجود داره، این ارتباط خبرها وجود داره، این تزیه تحلیل وجود داره که همدیگه رو تایید میکنن یا نمیکنن. پس از خصوصیات دروغ چیه؟ از خصوصیات سانسور پنهان چیه؟ مبهمه، پیوستگی نداره، راست و دروغ رو قاطی میکنه، درش تناقض هست، درش پدیده های فکرهای جمعی جبار هست، یعنی شبه فکرها هست، سوداگری فکری هست و موقعی که لازم خودش رو بیان نمیکنه، خود وقایع خودشون رو بیان نمیکنن، تفسیر میذارن از خارج براش. و برای اینکه شما ببینید که این تفسیر درست یا نه، با چیکار کنین؟ از این آقا چرا این حرف زدی؟ او با توضیح بده مرتب. خودتون نمیتونید تحقیق بکنید، پیداش کنید. پس چونه چرایی وقایع از کارهای حقوقی است که ما باید انجام بدیم. ما سانسور رو بشکنیم، مواظب گول نخوریم. و برای که گول نخوریم تمام این کارهایی که گفتم لازم انجام بدیم. ادعایی که وایسادن که دروغ به خورد ما ندن و ازشون استقبال کنیم، نه اینکه برخوردای هیستریک باشون بکنیم. حالا در قطعه‌های زنجیری توجهتون رو جلب میکنم. آقای فروهر رو چیکار کردن؟ خنجرآجین کردن به خانمش رو. ایشون اون موقع برگشت چی گفت؟ مردم مواظب باشید، این بلایی رو سر شما این رژیم داره میاره که مغول سر ایران نیورده. بنابراین به همچین آدم های طرف این کجاشون انقلابی ها اینا؟ یک دونه از خواسته های اون انقلاب رو اینا نمیذارن اصلا بر چیز بشه، برآورده بشه. یک دونه شو حتی 20 تاست یک دونه شو نمیذارن. چرا؟ به این علت که میخوام بعدش بگم ما انقلابی هستیم. با کجا شما انقلابی؟ اگر انقلابی هستی باید خواسته های انقلاب رو اجرا بکنی، حتی بعضیاشو اجرا کنی، هیچ کدومش اجرا نمیکنی، بس ضد انقلابی. پس دروغ رو به خورد ما میخوام، ما باور نمیکنیم، نه این رژیم اسلامی است، نه این رژیم جمهوری است، نه این رژیم در واقع به انقلاب وفادار مانده. پس توجه شما رو به یک نکته دیگه جلب میکنم. وفای به عهد. خیلی ممنون. میگم میام پایین. مرسی از شما. وفای به عهد جزء حقوق هست. یعنی موقعی که یک چیزی رو عهد میبندیم لازم اجراش کنیم. کسی که عهد نمیبنده اون حقوقی عمل نمیکنه. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم از شما جناب آقای راهی. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. خیلی ممنون که دوباره وقت در اختیار من قرار دادی. من امروز هم بهم گفتن گلی بازی در میارم، همین که شلختگی و همین که احساس صحبت، و من مشکلی ندارم. حالا نظرتون من براتونم احترام قائلم که ما گول نمیخوریم. صحبت من اینجاست که من یه حالا یه پیشنهاد دارم که شما میخواید صحبت کنید. من دوست دارم که من دوست داشتم تاریخ رو بدونم، خب، و یه خواهشی از شما دارم به عنوان یک نسل جدید. به شما که نسل قدیم هستید و اطلاعات تاریخی بیشتری نسبت به من دارید، وقتی به من نسل جدید اسمی میاد گفته میشه، فرق نمی کنم، من تاکید کردم گفتم اگه الان حامد اسماعیلی من بیاد اینجا، خب، بخوام بزرگش کنم، من باش مخالف. ببین اول صحبت من ببینید در مورد چیه. من نمیگم شما اشتباه میگید، من نمیگم آقای بنی صدر بده، اصلا ما میگیم آقای بنی صدر بهترین انسان تاریخ، خب، بالاتر از این فرض میکنیم که اینجوری.
صحبت من اینجاست. اگر میخواید یک بحثی به خصوص در شرایط حال حاضر، ببینید من برام فرق نمی کنه. یکی الان بیاد نمیدونم منافق باشه، یکی نمیدونم چپ باشه، راست باشه، بالا باشه، پایین باشه، من الان هدفم مشخصه، اونم سرنگونی این نظامه. برای من فرق رفتیم و دیدیم. من بغلم سلطنت طلبا بودن، این ور منافقین بودن، این ور مال یه جا دیگه بود، اونجا یه جوری دید، ولی شعارای یکی بود. به هم احترام میذاشتیم که مثلا این شخص یه شعار میداد، این شعار میداد، کسی با کسی درگیری خاصی ایجاد نشد. صحبت من اینه. من میگم اگر میخواید برای نسل جدید در مورد تاریخ صحبت کنید، اسم یک شخص خاص رو نیارید. چون وقتی که اسم یک شخص خاص میاد، من اصلا کلن یکی رو بخوام بزرگش کنم، مقدس گرایی کنم، اصلا میکشم هم من هم نم نسلهای من. چون ما میدونیم آخر مقدس گرایی چی میشه. ما همین امروز تو همین جلسه دو نفر امام ما نداریم. امام چی؟ امام کیه اصلا؟ شخصی رو وقتی خیلی بزرگ کنی، من باز تاکید میکنم آقای رایی، من صحبت شما رو نمیگم مخالفم یا موافقم، حرفم اینجاست، میگم اگر میخواییم تاریخ رو بگیم بگیم، ولی نه این بگیم فلان شخص فلان 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 اینجوری 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 اینجوری، چون بر اسب تجربه شخصی بنده به عنوان نسل جدید میگم ایشون رو میخواد بزرگ کنه، حالا به یه چیزی برسه. چون من دیدم من تو تک تک سالهای زندگی دیدم این قضیه رو. و یه خواهشی، یه سوالی دارم. من 4 سال این کشور زدم بیرون، هنوز جرأت نکردم بگم الان اینایی که تو خیابون دارن کشته میشن، ساچمه میخورن، چه حسی دارم 4 سال دارم. اما من شخص شما رو نمیگم، کلی کسایی که حداقل 30 سال 20 سال 40 سال اومدن بیرون از بعد انقلاب، طرف میاد میگه گل بدین بابا، تا حالا تو زندگی باتون خوردی؟ تا حالا تو سختر رفتی بیرون تحقیر بشی؟ تا حالا شدی چون مادرت کتکت بزنن؟ تا حالا شدی ببرن توی زندان؟ تا حالا شده که به انواع شکل ممکن تحقیر بشی توی زندگی؟ تا حالا شده دست تو جیبت کنی پول نداشته باشی؟ بابا اینا هست. تا حالا شرمندگی بابا تو دیدی؟ شرمندگی مادرت تو دیدی؟ تا حالا دیدی کسی قرنیه چششو بفروشه تو زمان شما؟ من با تأکید میکنم شخص شما رو نمیگم آقای رایی، کسی بوده؟ بابا ما داغونیم، ما داغون ترین نسلی که واقعا تو این چندین سالیم، ما همه جوره خوردیم. من رفتم دانشگاه کنکور دارم، به خاطر اینکه تأمین شهدا و اینا ندارم نتونستم دانشگاه دوست داشتم برم. من از دانه حق دارم اخراجم کرده. بابا این درد این جوانای نسله. من باز تأکید میکنم، من دنبال این حرفا نیستم که آقا شخصی بزرگ بشه یا نه. من حرفم اینه، ما دنبال حقمونیم. تاریخ هم دوست داریم، آدم ها هم دوست داریم، اون با تک تک این دهه 80 و 70 و 60 و هر کی الان خیابون صحبت کنی بریم بهش بگی معلوم مسلمونم اب داره، یه زندگی داره، تمام اینا رو نسل جوان میدونه. چرا؟ چون گرفتن آزادیشونو. چرا؟ چون نذاشتن اونجوری که دوست داشتن زندگی کنه. اینا رو تمامش نسل جدید میدونه. من اگر میام میگم گول نمیخوریم، نه احساسیه، نه شلختگیه، نه کلیبازیه. من حقی که برای این تو دلم مونده، هم من هم نسلام. من فکر کنم بیشتر صدا هم شد. من عذرخواهی میکنم. متشکرم آقای سبزیار، ممنونم. صحبت من نمی کنم. آقای یزدان پناه بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید خدمت همکاران دوستان. ببینید موضوع بحث آزاد ما امروز، من فارغ از بحث های دیگه کسی شد، احترام میذارم حقوق همه افراد. بحث آزادی، بحث حق حیات هست. خب ببینید حق حیات یه چیز ذاتی، هممون اینو میدونیم. حتی اونی هم که بیانیه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نمیدونه به این اعتقاد داره. نمونهش همین اعتراضات اخیره. ببینید وقتی یه نفر کف خیابون جونش رو از دست میده، 10 نفر دیگه بلند میشه در اعتراض به این حق که چرا جون ایشونو گرفتین، ایشون حق حیات داشت. خب
تا اینجا کار خیلی بس خیلی جالب و زیباست و همه چی اوکیه، اما من متاسفم برای کشورهای غربی، کشورهای خاورمیانه نمیخوام بریم غرب، خب کشورهای مثل اسرائیل که خودشو بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی میدونن و حتی جمهوری اسلامی خودشو بزرگترین دشمن اون میدونه، اما همه سکوت کردن. اینا که دیگه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میدونن، اینا که دیگه حق حیات و معنیش رو میدونن، کشور فقط منافع خودشونو میسنجن. خب متاسفانه به این همه جونهایی که داره کف خیابون داده میشه حتی قاضی مثلا یه بیانیه صادر کنن، چرا که میترسن، میترسن اگه این انقلاب به موفقیت نرسه فردا جمهوری اسلامی ازشون انتقام میگیره و یکی این یکی منافعشون در اینه. و ما واقعا الان اون کسی که داره کف خیابون جون میده اون حق داره که فردای پس از پیروزی رهبری حزبی رو به عهده بگیره. من براش احترام خاصی قائل هستم برای بازماندگان این انقلابی که آن خواهند موند. خب نه اونی که ببینید الان ببینید شما سال 57 انقلاب میشه، منافع انگلیس تو وجود خمینی تو ایرانه، خب حالا یه عده بیان بحث بکنن به اینکه آره خمینی رو آوردن فلان و بسار، ولی منافع انگلیس باعث میشه که انگلیس بیاد پشت خمینی قرار بگیره، منافعش رو از طریق یه شخصی به نام خمینی تامین کنه تو ایران. خب تا اینجا کار داشته باشین، امروز هم همینه. خب امروز هم ما همینه داریم میبینیم، منافع کشورهای اروپایی تو کشورهای غربی، کشورهای حالا به واسه خاورمیانه تو اینه که سکوت کنن، سکوت کردن در مقابل حق حیاتی که داره ضایع میشه توی کشور ما. خیلی راحت آدما رو میکشن، همه سکوت کردن، همه سکوت کردن. حتی ببینید ما وقتی اعتراضات یا همون تحصن یا اعتراضاتی ما داریم توی مثلا توی برلین که تخمین زده میشه 80,000 نفر ایرانی تو اون شرکت کردن، یه گروه ببخشید من اسمشون نمیدونم چه مسخره انانیموس نمیدونم ناشناس، همزمان به اون میاد برنامه اتمی چهار تا خبر سیاه سوخته نمیدونم برنامه اتمی رو میکنه که ارزش این خبر رو بیاره پایین، ارزش این اتفاق رو بیاره پایین. چرا؟ چون غرب دیگه نمیتونه سکوت کنه وقتی چنین اعتصاباتی، وقتی چنین تحصناتی، وقتی چنین اعتراضاتی توی کشورهای غربی داره اتفاق میفته. خب غرب خودش منافعش رو توی سکوت داره میبینه متاسفانه و واقعا شرمساری داره براشون. چرا؟ من یه اسرائیل مثال میزنم، من احترام خاصی برای کشور اسرائیل و مردم اسرائیل قائلم، ولی ببینید اگه توی ایران انقلاب بشه چه اتفاقی میفته، بذاریم بررسی کنیم. خب همون اسرائیل مجبور میشه به یه دولت دیگه تو خاک خودش تن بده، یعنی دو تا دولت در یک کشور. خب پس در نتیجه ترجیح میده الان ملاها باقی بمونن تو ایران، کشورهای دیگه هم به ترتیب به همین شکل، حالا ترکیه نمیدونم پاکستان، هر کدومشون منافع خودشونو دارن. ببینید اون چیزی که داره این وسط ضایع میشه حق حیات مردم ایرانه و هیچ کس پشت این مردم نیست جز خود ما، و ما هستیم که باید از حق خودمون دفاع کنیم، ما هستیم که باید صدای مردم خودمون باشیم و داد بزنیم این حق حیات رو و این جانهایی که داره کف خیابون گرفته میشه. حالا فارغ از این بحث هایی که داره میشه نمیدونم این اونو گفت این اونو گفت، اینا رو بذاریم کنار، اینا حاشیه است به نظر من. الان مردم ما و این تریبونی که در اختیار ماست برای اینه که ما بتونیم از حقوق اون انسانایی که جونشون ریخته شده دفاع کنیم. تاریخ خیلی خوبش ازش تجربه کنیم، تجربه رو درس بگیریم. من مایک رو راه میکنم، ممنون از وقتی که من دارم. ممنونم آقای یزدان‌پناه که بیشتر در واقع به بحث حق حیات پرداختین. همونطور که شما گفتین بله، بحث منافع همونطور که سال 57 منافع یه سری کشورها بود، الان هم میتونه منافع یه سری کشورها بیاد به اتفاقاتی که الان داره رخ میده تو ایران رو یه جورایی به نفع خودش یا به ضرر خودش حالا ببینه یا به نفع خودش ببینه. مهم اینه که ما مردم الان به این آگاهی رسیدیم، به اونجا رسیدیم که میفهمیم دیگه نیازی به هیچ کشوری نداریم برای یک انقلاب، برای گذر اصلا ما احتیاج به هیچ کشوری نداریم. همه مردم الان توی ایران پشت هم دیگه هستن، برخلاف حالا اعتراضایی که قبلا اتفاق افتاده کمتر میدیدیم مردم خارج از کشور بیان به حمایت از مردم داخل کشور تحصن کنن، اعتراض کنن، راهپیمایی کنن، خیلی کم بود، بوده ولی خب خیلی کمتر بوده. این بار داریم میبینیم که چقدر یعنی همه جای دنیا در واقع از کشورهای دوروبر ایران گرفته تا کانادا و آمریکا همه مردم میان توی خیابون برای دفاع و حمایت از مردم توی ایران. این بحث چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مردم دیگه فهمیدن که خودشون باید برای خودشون تلاش بکنن، قرار نیست از آسمون معجزه اتفاق بیفته، یکی از یه دستی از آسمون بیاد مردم ایران حمایت کنه، برن جلو بتونن برای خودشون یک سیستم با دموکراسی ترتیب بدن و
و در واقع گذر بکنن از این حکومت. همه این مردم دارن تلاش میکنن و ثمرهش رو مطمئنن خیلی زود هممون میبینیم. همینجا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شفایی. خیلی خوش اومدید جناب آقای شفایی جلسه ما. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله خیلی ممنون. ببینید کلیگویی به شما رب پیدا میکرده آقای سبزیان، مسائل دیگر رو کلی گفتم و توجه داشته باشیم که آقای که از حق حیات دفاع میکنیم، نه تنها از حق زنده ماندن دفاع میکنیم، از حق زندگی و چگونه زندگی کردن هم دفاع میکنیم. یعنی تمام حقوقی که رب پیدا میکنه به حیات، از همه اونا دفاع میکنیم. موقعی که میگوییم قتل‌های زنجیری اتفاق افتاد، کسانی رو کشتن که از حیات دفاع کردن و خودشون عین حیات بودن و در واقع با درگیری مرگ و حیات طرفیم. حیات زیباست، حیات خود رو بیان میکنه، حیات احتیاج به بهانه تراشی نداره و حیات قابل بیان کردن و نوشتن هست، قابل حقوق بازی نیست. تمام این نویسنده هایی که کشتن و تمام اونایی که تو زندان اعدام کردن، اونایی بودن که مقاومت کردن برای حیات. بنابراین قدر همه اونها رو لازمه نه تنها بدانیم، دقیقا ببینیم چی میگن، چی گفتن. یه نمونش الان بر شما گفتم، آقای فروهر و همسرشون، از کاری که اینا سر ما، بلایی که سر ما آوردن، از قول مقال هم بدتره و توضیح میدن چرا. ببینیم توضیح ها رو، وارد جزئیات لازمه بشیم. یعنی کاری که لازمه ما بکنیم، نسلی که الان شروع کرده، شروع یک کار بزرگه. حیات یک ملت پیوسته است و این حیات پیوسته با هم جزئیاتی داره که لازمه تک 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 اون جزئیات رو بدانیم و بدانیم که پشت این تردستی های حقوق بازی قدرت ندارانی رژیم چه بازی های خوابیده. این نه تنها حیات رو نشون گرفته، دشمن خودش رو خودش انتخاب میکنه، آلودگی خاکستر ایجاد میکنه که خوب نبینیم و در واقع با این کار خود، برای این کار خودش سرمایه گذاری کرده و دقیقا میدونه چه کار داره میکنه و میدانه که تک تک مسائل رو باز که کنیم ارتباط داره به مسائل دیگه و به این علت تک تک مشکلات رو باش مقابله میکنه و به این علت هست که به تک تک مسائل در مقابل هر اصلی لازمه یه اصلی بذاریم. مرسی، خیلی ممنون. سپاسگزارم آقای رایی، متشکرم از شما. جناب آقای رفیعی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. خیلی ممنونم. خواستم فقط خدمتتون بگم که حق با شما در مورد مسئله حق حیات. شما صحبت از منافع کرد، منافع غرب، منافع شرق، منافع کشورها. این منافع مقابل چی تعریف میشن؟ مقابل حقوق. این حقوق و منافع دوتاشون یکی نیست. کسی که میگه من از حقوق ملی دفاع میکنم، همون این معنی رو نمیده که منافع ملی، بلکه منافع ملی معنا نداره. منافع برای ضرر کسی دیگه است که نفع کسی دیگه بشه. حقوق نه، حقوق ضرر کسی دیگه نیست. اتفاقا حقوق ملی اگر دفاع کنی، حقوق ملی دیگه هم دفاع میکنی. در همین غرب شما میبینید که میان در مورد حقوق طبیعت هی جلسه میذارن، کنفرانس میذارن، هی هم میگن طبیعت در حال از بین رفتنه، حق حیاته. مقابل اون سرمایه هایی که باید از دست بره و نوع زندگی که مردم در اینجا پیدا کردن که باید تغییر کنه، حاضر نیستن که عمل کنه. قدرت های در کشور ما سلطه زیر سلطه بودن ما رو میخوان. بنابراین اگر با استقلال ایران موافق نیستن، چون زیر سلطه میخوای بیای بیرون، استقلال میخوای. بنابراین هیچ وقت اصلا دنبال این نباید بریم که در قدرت‌های خارجی بخوایم برای حق حیات در ایران عمل بکنن، که اگر به اونها به نام منافعشون حاضرن ایران تا میشه زیر استبداد بمونه. اما از حقوق مردم و افکار عمومی رو باید مقابل دولت‌هاشون بسیج کرد. این تظاهرات هایی که ما میذاری گذاشتی دو شده در خارج و مردم شرکت میکنن در جاهای مختلف، میتونه این عمل بکنه که افکار عمومی رو
بسیج کنه تا دولت ها پنهانی، چون یه ده اومده بودن اینجا گفته بودن بیان سفارتخانه رو ببندید، آقای رضا پهلوی هم از این چیزا گفته بود فوق سفارتخانه رو ببندن. اینا روابط پنهانی تو این دولت آرزوشه. در زیر روابط پنهانی با بستن سفارتخانه ما دیدیم سر کرگان گیری چیکارایی کردن. بنابراین با روابط علنی است که ما میتونیم جلوی این جور زد و بندا رو بگیریم. بدونیم قدرت های خارجی، چه اونایی که بهش میگیم شرق، چین و ژاپن و چین و روسیه و اینا، چه اینایی که بهش میگیم غرب، اینها فقط میخوان ایران استبداد بماند، چون منافعشون در اینه، دنبال حقوق هم نیستن. افکار عمومی مردمشون متفاوته. با ماست که عمل کنیم و افکار عمومی رو مقابل دولتاشون بذاریم. ممنون. مرسی آقای رفیعی، به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردید. یکی از کارهایی که واقعا داریم همین الان انجام میدیم، خیلی از مردم خارج از کشور دارن انجام میدن، همینی که مردم اون کشورها رو در واقع یه جورایی مجبورشون کنن که دولت مرداشون مجبور به واکنش بکنن. یعنی شاید اگر حمایت‌های همین مردم کشورهای دیگه نبود، الان دولت مرداشون واقعا اینجوری بیانیه نمیدادن. حالا هرچند که شاید الان بعضی از دوستان میگن فایده داره یا اصلا نداره دادن این بیانیه ها، ولی همین بیانیه های نصف و نیمه هم که این چند وقت دادن، اگر فشارهای خبرنگاران نبود، فشارهای مردم نبود، همین کارها رو هم انجام نمیدادن واقعا. جناب آقای رای بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله خیلی ممنون. ببینید در این جنبش و در رابطه با حیات دو تا مطلب مطرحه. یه سری مسائلی به صورت سلبی مطرح میشه، یه سری مسائلی به صورت اثباتی. اگر فقط مسائل صرفی رو سلبی رو مطرح کنیم و مسائل اثباتی رو مطرح نکنیم، انقلاب ما به پیروزی نمیرسه. اگر برسه شکست خواهد خورد، میتونه شکست بخوره، به میزان زیاد احتمال شکستش هست. این که ما بدانیم که این رژیم میرود، باید برود، حرف صحیح است، اما دقیقا باید بدونیم چی میخواییم جاش بیاریم. آنچه که جاش میاریم آیا معیارهای دموکراسی رو هستن یا نیستن؟ اگر ما میدانیم که این رژیم میره، آیا منظور ما این است که مردم حاکم بشن؟ حاکمیت مردم رو میخوایم یا اینو حاکمیت های دیگر رو میخوایم؟ ایدئولوژیک دیگر رو میخوایم؟ اگر نخواهیم دقیقا حاکمیت مردم رو انتخاب بکنیم، لاجرم قدرتی رو انتخاب کردیم که فکر کنیم حالا بیاد بهتر از اینه. خمینی سال 57 چی گفت؟ حکومت سجیا هم بیاد از این حکومت بهتره. خودش هم شد سجیا. در واقع توجه شما رو به این نکته جلب می کنم که ما میدانیم و میدانیم حیات هست و خود حیات دقیقا میدونه چیست. یا اگر من ندانم دقیقا به صورت اثباتی چه میخوام، حاکمیت خودم رو نشناختم. خب به جای حاکمیت من میان میدفتن یه چیز دیگه جای میذارن. حاکمیت من یعنی که من مستقلم، میفهمم و خودم شعور دارم تشخیص بدم آقا بالا سر نمیخوام و بنابراین مستقلم. شما تو این جنبش کجا شعار استقلال میشنوید؟ خب نشون میده ضعف این جنبش دیگه. شما کجا تو این جنبش میشنوید دموکراسی؟ خب شما میتونید بگین رژیم بره، منظور همه اینه که دموکراسی آمار هم گرفتن. چرا مبهم؟ چرا دقیق مشروشن نگیم دموکراسی؟ چرا نگیم جمهوری یعنی حاکمیت مردم؟ چرا موقعی که در تظاهرات میشه ما میبینیم که تکیه به قدرت‌های خارجی وجود داره به جای تکیه به افکار عمومی دنیا؟ چرا به این علت که فکر میکنیم که یه جوری یه کمک‌هایی لازمه بگیریم، ما احتیاج به کمک نداریم که خودمون چرا نمیتونیم خود به خودمون کمک بکنیم؟ ما تنها ملت دنیا هستیم، سه تا انقلاب توی قرن کردیم، هیچ کی کارو نکرده. ما که همچین توانایی رو داریم، امکاناتش هم میتونیم خودمون فراهم کنیم. ایرانیهای خارج کشور میتونن از ان جی ها کمک بگیرن، میتونن کمک‌های خودشون رو در فرا ایرانی ها بذارن، کمیته های امداد میتونیم درست بکنیم، احتیاج نداریم به اینکه. پس توجه شما رو به یک نکته دیگه جلب میکنم. فرق است بین فقر و بیچارگی. بیچاره راه حل نداره، فقیر راه حل داره. فقیر نسبیست، بیچاره بیراحله. یعنی چی؟ همون در یه جلسه قبلی گفتم، ملتی خود رو ضعیف و ناتوان میبینه، این سندروم امپوستوره.
سندروم امپوستور، یعنی که من خودم ضعیف میبینم، بیاید به من کمک بکنید، یه مهدی بیاد، یه حضرت مسیحی بیاد، یک قدرت خارجی بیاد، یک نمیدونم نیروی نظامی بیاد، یه هر چی بیاد، خلاصه منو نجات بدین. این سندرومه، سندروم امپوستور، ربطی به دموکراسی، حاکمیت مردم و دموکراسی نداره. توجه شما رو باز جلب میکنم، تمام این کسایی که در قطرهای زنجیری کشتن، همه اون کسایی بودن که انگشت گذاشتن روی حیات، انگشت گذاشتن رو کیفیت حیات، انگشت گذاشتن رو شادی، انگشت گذاشتن روی میتوانی. مرسی، خیلی ممنون. ممنونم جناب آقای رای عزیز و همطور تشکر میکنم از بقیه دوستان. بحث بسیار خوبی بود، بحث آزادمون در رابطه با حق حیات. دوستانم نظراتشون رو دادن. اگر که دوست و دوست عزیز دیگه در این رابطه نظری نداره که ما پایان جلسه رو اعلام کنیم. خب سپاسگزاری میکنم از همه همکاران عزیزی که توی این جلسه با ما همراه بودن، دوستان عزیزی که تا این لحظه در جلسه ما حاضر بودن، سخنرانان عزیز و دوستان و همکارانی که در برگزاری این جلسه با ما همکاری داشتن، منشی جلسه سرکار خانم سمانه بیرجندی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری و آقای پویا حسابی، ادمین ها سرکار خانم مرجان شعبان نژاد، آرشا کچویان و آقای حسن حمزه زاده. سپاسگزاری میکنم از همه دوستان و ختم جلسه رو در ساعت 17:20 در تاریخ 30 اکتبر به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. سپاس از همه.